بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، لحظات بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است، 8 ماه آپریل سال 2019 میلادی و برابر است با 19 فروردین ماه 1398. 19 فروردین برای دوستانی که در سازمان مجاهدین بودن یا سالها اونجا بودن، اون خاطره تلخ کشتار اشرف رو که بعضی ها میگن اصلا هیچ دلیلی هم نداشته و میشد از این کشتار جلوگیری کرد، زنده میکنه. دوستان زیادی سوالایی داشتن در باره صحبت‌های آقای شکری در برنامه گذشته و چون نشد تمام سوالا رو ایشون پاسخ بدن، از ایشون خواستیم که باز هم با ما باشن و سال جدید رو به ایشون تبریک میگیم. امیدواریم سالی بهتر باشه، هر روز بهتر از دیروز، و در سال جدید خبرهای خوب و خوشتری به من و شما بدن. به ایشون خوش آمد میگم و سلام میکنم خدمتشون و میکروفون رو در اختیار ایشون میذارم تا با شما سلام و احوال پرسی و تبریک سال نو، و بعد بریم سراغ سوالاتی که هم در پوستر نوشته شده، از روز شنبه روی فیسبوک قرار دادیم و هم دوستان لطف کردن ارسال کردن. شما هم در حین برنامه زنده میتونید از طریق فیسبوک و از طریق ایمیل و پیام گذاشتن روی دستگاه پیامگیر و تکست با ما در تماس باشید. بیش از این شما رو معطل نگه نمیدارم. آقای غلامرضا شکری با ما هستند که ایشون در آلبانی هستند. خیلی ممنون آقا، بفرمایید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. با سلام خدمت آقای سوربی و بینندگان عزیز، انشالله که عید خوب و خوشی پشت سر گذاشته باشین و سال نو رو بازم به شما تبریک میگم. امیدوارم که در سال نو موفق و پیروز باشین تو همه زمینه ها، شاد باشین. ما هم به حکمتی که برامون پیش اومده انشالله که این سال رو میتونیم به صورتی رقم بزنیم که درست مثل شماها شاد و سرحال باشیم و همیشه هم که هستیم. آقای سوربی اشاره کردن به 19 فروردین، درست همون روزی که ما توی 19 فروردین در اشرف بودیم، در اشرف عراق. حالا من منتظر سوالاتتون هستم، انشالله که بتونم پاسخگوی تمام سوالای شما باشم. بفرمایید سوربی. بله، من نمیدونستم شما اونجا بودید، چون ما شنیده بودیم که فقط 100 نفر رو نگه داشته بودن. اون هم بهونه شون این بود که ما میخوایم این چیزایی رو که اینجا سالها درست کردیم و به دست آوردیم بفروشیم، و خاطر یه مش آهن پاره 30-40 نفر، فکر کنم نزدیک به 40 نفر اونجا کشته شدن، خیلی ها هم مجروح شدن و آخرش هم معلوم نشد. اتفاقا من یادم 7 نفر هم ناپدید شدن و هیچ وقت ما خبری از اونها نشنیدیم. البته اینا رو بعد سوال میکنم، ولی اجازه بدید که به ترتیبی که دوستان روی پوستر نوشتن عمل کنیم و بعد از اون بیان سراغ سوالاتی که باقی مونده. اولین مطلب یا تاپیک، تمهیدات سازمان مجاهدین در آلبانی و عراق جهت جلوگیری از فرار افراد یا فرار اعضا. بفرمایید در این مورد مقداری صحبت کن. من میبخشید، اول در رابطه با همین 19 فروردین خواستم یه نکته بگم اول کار. بفرما. بعد به سوالات میپردازیم. در رابطه با 19 فروردین، اون موضوعی که شما گفتین مال ده شهریوره، ده شهریور 95. آها. ولی این 19 فروردین خب به قول خودشون همون 3000 نفر توی اشرف بودن، هنوز از اشرف جابجا نشده بودیم. در واقع 19 فروردین اگه من بخوام بگم باعث بانی اول و آخرش کی بود، میگم خود مسعود رجوی بود. کشته شدن اون 32 نفر یا 36 نفر باعث بانیش خود مسعود رجوی بود. علت هم داره،
ما که تجربه 6-7 مرداد داشتیم، میدونستیم بابا دولت عراق کوتاه نمیاد. خب چرا با این بهانه های مختلف، نه آمریکایی‌ها هستن تو درب شمالن، تو درب جنوبن، عراقی نمیتونن هیچ کاری بکنن، نمیتونن به ما شلیک بکنن، حق چنین چیزی رو ندارن. من دقیق یادم اون روزم منو به عنوان دیده‌بان گذاشته بودن که ببینم از ضلع شمال چند تا ماشین میاد تو. من دم به دقیقه ماشین میشمردم اینا و از سطحم رد شد، کامیون پر نیرو، هاموی میومد، زره پوش میومد، همه چی اومد. خب تمام اختارها را به ما کرده بودن دیگه، اونایی که قبلا اومده بودن با زرهی اومده بودن تو اون قسمت خاکی سمت شمال اشرف جاده خیابون صد. اینا ماشینای عراقی بودن؟ آره، همه اختارها رو به ما داده بودن. آدم اگه اومدن از خیابون صد به این ور نیه بهتون شلیک میکنن، ولی نه، خود مسعود رجوی همیشه یه نکته میگفت، میگفت مسیر ما با خون باز میشه. کدوم مسیر؟ مسیر به سمت ایران چجوری با خون باز کردی؟ به کشته دادن نفرات، به کشته دادن جوانه بدبخت. واقعا میگم صحنه هایی که ما توش بودیم، توی اون صحنه ها اصلا خیلی دلخراش بود. من همیشه این لحظه تو ذهنم بود، میگفتم خب چرا یه فرمانده نمیره جلو؟ هی دارن میگن بچه ها رو بفرستین جلو، بچه ها رو بفرستین جلو، سپر ببریم. بابا اون سپر که به درد نمیخورد، طرف با گوله کلاش نشسته بود پشت سر هم، نفرات میریخ زمین. بعدش هم مسعود رجوی خب دنبال خونه، همیشه هم گفته و بازم میگن مسیر ما با خون باز میشه. چقدر آدم کشته بشه آخه؟ چقدر از پشت کشته میسازی تو؟ پس باید واقعیت رو دید، نه اینکه هیچ مسیر رو باز نکرد، فقط دنبال این بود خودش افتضاح بکنه از خون جوانای بدبخت که الان معلوم نیست تو کجا گور به گور شده. یک واقعیت رو باید دید. ما تو صحنه بودیم، کدوم فرمانده رو میدیدی تو صحنه؟ ما تا لحظه ای که هنوز حمله تیر شلیک نشده بود، اولین شلیکی که کردم من گفتم این شلیک مشقی نیست. گفت نه، فرمانده من کنارم واسه گفت نه این شلیک مشقیه. گفتم صدای شلیک مشقی با صدای شلیک واقعی، گله واقعی، ما دیگه نمیفهمیم. گفت نه شما ها نمیدونید. گفتم نگاه کن، من 3-4 سال فقط تو جبهه جنگ ایران عراق بودم، چند سالم اینجا، خودم مربی کلاسای شما بودم، بهتون آموزش دادم. یعنی دیگه انقدر ما بگوییم نمیفهمیم؟ نه اینجوری نیست. واقعیت این بود که مسئول رجایی بهشون گفته گفتون نگاه کن بگین با شلیک مشقی دارن میان جلو، کسی نترسه. و وقتی که نفر با هاموی میاد از کنار اون یکی رد میده، کلتو در میده، میذاره تو سر نفر، یکی نفرات تموم شد رفت بیکارش. چه اونایی که پشت خاکریز میدون تیر کشته شدن، چه اونایی که دم خیابون صد کشته شدن، چه اونایی که نزدیک خیابون به قول خودشون مزار کشته شدن، قبرستون اشرف، چجوری کشته شدن؟ آقای شکری، من چون تو ارتش بودم، اون چیزی که شما میگید کاملا درسته. اون تیرای مشقی، حتی پلاستیکی که توی حکومت نظامی بعضی وقتا استفاده میکردن، با تیرایی که به اصطلاح گلوله داره کاملا فرق میکنه، چون اون فقط یه صدایی میده تموم میشه، ولی اونی که گلوله داره شما صدای حرکت یه چیز سریع هم مثل سوت دنبالش میاد. و اینو احتمالا دوستانی که نبودن و آقای سهند فریاد، همون دوستمون آقای محمد رزاقی از پاریس، میگن که آقای سوربی مژگان پارسایی و زهره اخیانی به نفرات گفته بودن نترسید، بروید جلو، عراقی ها تیر مشقی میزنند. دستور جلو رفتن را به جلو رفتن را داده بودن، خودشان یک دقیقه بعد با لند کروزر، تویوتا لند کروزر فرار کردند. آقای کرمی هم نوشتن که از 16 فروردین دولت عراق به سازمان اخطار میداد و میگفت که اول خیابان صد در سمت شمال قرارگاه اشرف مستقر شوند، اما مسعود رجوی از خدا خواسته به دنبال به کشته دادن نفرات بود و به عمد آرایش جنگی گرفت تا یک ساعت قبل آن که شلیکی صورت بگیرد. فرماندهان تا
تماما در جلو بودند، به محض درگیری یکی از فرماندهان در صحنه نبود و همه فرار کرده بودند. ضمن آقای رضاوی، آقای کرمی هم قبلا لطف کردند به من و شما سلام کردند که منم به اینها سلام میکنم و سال نو رو تبریک میگم. بفرمایید، اینها هم شاهدای دیگه هستند که میگن وقتی یه نفر یه چیزی رو بگه میشه شک کرد، وقتی چندین نفر یه ماجرایی رو درست جمله به جمله کلمه به کلمه میگن دیگه اون باید به سازمان شک کرد، به رجوی شک کرد. بفهم. نه، ما که سالیان با اونا بودیم دیگه، تمام شیوه های کارشون، تمام هر زدنهاشون، همیشیشون دستمون بود. من همونجا حتی به فرمانده هم گفتم، فرمانده دستم کنارم وایساده بود، حالا خوب نیست اسم بیارم، اون داخله. بهش گفتم اونم اون صدای شلیک مشقی چیه داره میزنه، هم که داشتم صحبت میکردم اینو رفتن اون ور خیابون سر، من وایسادم پای تیر. اولین شلیک مستقیمی که من درجا صداشو شنیدم خورد به تیر برق رو سرم. برگشتم گفتم اون شلیک مستقیم داره میزنه. بعد من گفتم دراز بکش، دراز بکش تو جوبه آب. منم دراز کشیدم تو جوبه آب. بعد گفتم بیا این ور دیگه، نمیتونستم برم چون انقدر تیراندازی بود، انقدر شلیک بود، اصلا نمیتونستی سرتو بلند کنی. بعد چی ما اومدیم، به من گفتم برو ماشین تو بیار. ماشین چی برم بیارم؟ ماشین رو زدن سوراخ سوراخ کردن. بعد ماشین رو رفتم به زور زر آیفا بود، سوار آیفا شدم طرف دیگه. ببین دوشگاه رو گرفته بود سمت من، من ماشین روشن کردم، دیدم من دارم میرم دیگه شلیک نکرد. ولی ماشین جلویم یکی به اسم خداداد محمدی بود، آیفا داشت. من دیدم کلاه خودم رو برداشتم گذاشتم سرم، بعد دوشگاه رو گرفت سمت اون چون که نفر مجروح زیادی توش بود، با دوشگاه زد قسمت اومد بزنه به راننده، خورد زیر پای راننده، زد موتور سیلند همه چی رو سوراخ کرد. از اون ور زد استارت ماشین رو زد داغون کرد، ماشین هم جون بود که من رفتم از جلو بکسلش کردم سریع بردمش، رفتم جلو امداد اشرف، میبینم تمام فرمانده ها اونجا وایستادن. بعد پیام میاد که آره مرکز لشکر نباید تسخیر بشه. مرکز لشکر کجا بود؟ مقر 49. مرکز لشکر یعنی چی؟ کی اونجاست؟ خب خود دولت عراق و نظامی ها اعلام کرد آدم ما اخیابون صد به اونور نمیایم. خب چرا خالی نمیکنی؟ بیابون خالی رو میخوای چیکار؟ خب از قبل تخلیه بکن، بگو بیا سیاج کشی هم بکن، تو که این همه سیاج داشت تو قرارگاه، تو انبارا پر بود، میمدی سیاج میکشیدی که کسی این ور خیابون صد نیاد از اونا دیگه. چرا آدم ها رو بکشتن بدی؟ دختر جوان دانشگاهی نسرین اسمش یادم رفته، نرگس یا نسرین یا خیلی دیگه، یا اون همشهری ما دختر یکی از این زندانیه که تو ایران بود، خب دخترش رفت جلو کشته شد. دوتا برادر بودن، دوتا خواهر بودن، هیچ تموم شد رفت کارش. برادره به نقطه رسید که میگفت ولم بکنیم برم تو، اگه ولش میکردیم رفته بود اونجا اونم کشته میشد. برادر 18 ساله یا 19 ساله، خواهرشون مگه چند سالش بود؟ 16-17 سال بیشتر نداشت. چجوریه مسئولیت میگه دیگه؟ ما بالای 18 سال میپذیریم مثل ارگانهای کشورهای دیگه. و اون بچه کوچیکا چی بودن اون تو اون صحنه؟ اون دختره کوچیک چی بودن؟ از یک طرف این علیرضا امام جمعه اون برای خیابون صد واسه تندون بفرستین برن جلو، بفرستن برن جلو. رفتن جلو چی شدن؟ جنازه های همه رو برگردوندن دونه به دونه، دستور فرماندهی. هر کسی هم حتی تو اون صحنه ایدئولوژیک برای مسئولیت می جنگید، خب می ترسید، بلا فاصله هم کشته می شد. از ترس از همه پیدا بود. چرا تا موقعی که ما دم خیابون صد بودیم همه فرمانده ها، الان اسماشون یادم رفته، این شوراهای رهبری به قول خودشون و شوراهای مرکزی نمیدونم شاخص های ایدئولوژی که انقلاب مریم رجوی، همشون اونجا بودن. همین که تیری تیر کشی شد یک نفرشون نموندن. کجان؟ رفتم دم امداد، میدم اونجا وایستادن. بچه کمک بکنین اینو بیارین، بچه کمک بکنین اونو بیارین. این همه مجروح در و داغون آوردن اون رو، کشتارم ردیف کردن کنار هم. یعنی چی؟ چرا یکی از شوراهای رهبری کشته نشد؟
یکی از شوراهای نمیدونم شاخصهای ایدولوژیکی انقلاب مریم کشته نشد، به خاطر اینکه چی؟ فقط دنبال خون دادن بقیه آدم ها رو بکشتن بدن اینا رو نگه دارن، دونه به دونه رو نگه دارن. خاطرات خیلی بدی داشتم اونجا، واقعا میگم خاطرات خیلی بدی داشتم. بعدش هم نیم ساعت یک ساعت بعدش من با آیفا رفتم اون نفر رو رسوندم، ماشینش رو رسوندم تو پارکینگ، دوباره برگشت بهم گفتم برگرد، برگشتم. واقعا میگم ترس داشتم چون نمیدونستیم چی میشه. اومدیم رسیدم جلو در امداد، هم مریم اکبری برمیگرده میگه که شکری بیا این نوشابه ها رو ورد ببر تو صحنه به بچه ها بده. اون تو صحنه تیرکشی نوشابه چی به ملت بدیم؟ جای خنده داره ها، ولی واقعا میگم اصلا کار عجیب غریبی میکردن. با کشته دادن نفرات یه طرف، نوشابه دادن به نفرات یه طرف، یعنی چی؟ بعد اومدم دم سرایه امداد، میبینم چند از حامیای عراقی داشتن میومدن به سمت زل شرق اشرف. چادری که اونجا چند از شورای مرکزی یا شورای رهبری اونجا گذاشته بودن یا شاخصایی که اونجا بودن، اسمشون رو یادم نیست، یکیشون همشهری ما بود، میبینم دارن تونتون نفت و بنزین میزنن روی این چادر آمریکایی، نفت بنزین میزنن روی این چادر آمریکایی آتیشش بزنن. که من برگشتم گفتم چیکار دارین میکنین؟ چادر میخوان آتیش بزنین برای چی؟ نه اینا رو تصرف کردن. بابا تصرف چی میکنن؟ کلی منطقه رو گرفتن. مثلا برای یه چادر شما دارین چه تلاشی میکنین؟ نه هلیکوپتر آمریکایی ها ببینه. همینجوری بهانه میآورن. گفتم خب آمریکایی ها مگه جلو در نبودن؟ گذاشتن رفتن. و این تیر تیرکشی مگه آمریکایی ها نمیشنون؟ یعنی میخوام با دغل و دروغ و همه چی اینا دنبال خون و خون ریزی بودن، فقط خون بریزن مسئول از جای ارتزاق خون بکنن. این موضوع 19 فروردین سال 1390 که هیچ وقت با خصوص نفرات هم که کشته شدن یادمون نمیاد. آقای شکری، آقای پرویز حنا میگن که با سلام به شما و مهمان عزیز شما، 19 فروردین سال 90 یک حماقت از جانب فرقه بود. چرا از قبل به سران فرقه عراقی ها گفتند تا میدان لاله میاییم، ولی فرقه کوتاه نمی آمد و دنبال جنگ بودند. این را دولت عراق از روز 13 فروردین ابلاغ کرد و همان روز وارد قرارگاه شدند. ضمناً آقای دارابی میگن که دلیل نامگذاری پادگان مجاهدین به پادگان اشرف چه بوده و این اشرف کی هست؟ من میدونم خب اسم زن قبلی، همه چی مربوط به رجوی میشه، ولی شما توضیح بدید. یک، دوم این که باز آقای حنا نوشتن که نیروها را جلو میفرستادن و جلوی زریها دراز بکشید تا یک عکس بگیرن برای تبلیغات و بازی کردن با احساسات مردم عادی تا براشون دل بسوزانند. بفرمایید که چرا پادگان ارتش آزادی بخش به جای پادگان مجاهدین اسمش پادگان اشرف بود و چرا حالا میخوان هزار تا اشرف بسازن؟ ایشون مثل این که هزار تا زن میخواد بگیره، هزار تا هم پادگان به نام اون میخواد درست کنه. بفرمایید. بله بله، در واقع همون چیزی که خودتون گفتین، اشرف رجوی همسر رجوی بود که بعد از اینکه خود رجوی از ایران فرار کرد، با هواپیما به فرانسه رسید، با اون بوئینگ معذرت میخوام 330 نظامی که پرواز کردن رفتن به فرانسه رسیدن، اشرف رجوی و موسی خیابانی و بقیه نفراتی که داشتن اینا توی تهران بودن که بعد از لو رفتن درگیر میشن، درگیر مسلحانه، دست به سلاح میکشن، هرچند که قبلا هم بهشون گفتم با بلنگو اخطار کردن که شلیک نکنیم، کاری بهتون نداریم، ولی اینا شروع کردن به شلیک کردن دنبال هدف آرمان اینجور شداشون بودن که الان اون آرمانی که قبلا داشتن اصلا در کار نیست، که اشرف رجوی اونجا کشته شد توی اون درگیری ها کشته شد، که بعد الان هر جایی که میخوان برن به اسم اون و به رسم مسعود رجوی میان
این اسم و نامگذاری مولان سر اون قرار داد. اشرف بود تو عراق، اشرف یک بهش میگفتن. اومدن اینجا یه اشرف دیگه درست کردن توی تیرانا، منطقه کشار، انتهای کشاره که بهش میگن سیتی پارک، اونجا رو کردن اشرف دو. حالا رفتن توی مانز بین تیرانا و دورس اشرف سه درست کردن. یعنی هر جایی برن این دونه به دونه درست میکنن. این جریان نامگذاری قرارگاهاشون به اسم اشرف. بسیار ممنونم. اجازه بدید من از آقای احسان بیدی تشکر کنم که ویدیو رو با دوستانشون شیر کردن. به دوستان دیگه هم پیشنهاد کنم اگر این کار رو انجام میتونن بدن انجام بدن. ضمناً آقای احسان بیدی که قبلا هم مهمان برنامه بودن و ویدیو ایشون در بایگانی موجود هست، در آلبانی هم هستن، نوشتن که مسعود رجبی میگفت بها و پرداخت همیشه از بالای سازمان است. فرار سران سازمان و نبود یک زن شورای رهبری و فرار دست جمعی فرماندهان در صحنه گویا همه چیز بود. دولت عراق به دولت آمریکا و سازمانهای مربوطه اعلام کرده بود که قصد گرفتن زمینهایی را که حق مالکیتش بود. مسعود رجبی به دروغ به نفرات گفت دولت عراق قصد تصرف اشرف رو داره که رجبی همه را به کام مرگ داد. و این ماجرای 19 فروردین. خیلی ممنون دوستان. اگر با سوالی یا نظری دارید با ایمیل، با شماره تلفن و تکست و با صفحه فیسبوک مردم تیوی میتونید با ما تماس بگیرید. خب آقای شکری، اگر این موضوع رو به اصطلاح باز میخواین ادامه بدید، اگه نه به اون ماجرای این تمهیدات، همون زد و بند و چیزایی که با افرادی که به اصطلاح جلوگیری از فرار اینها میان، یه سری رو میخوان ترغیب و تشویق و بعد میرسه به توهین و تنبیه و اینها، در این موارد صحبت کنید، مخصوصا در آلبانی که ببینیم ریزش به اصطلاح افراد شدیدتر شده. بعد ششم حتما در ارتباط با این موضوعاتی که بود، من گریزی میزنم به عراق. توی عراق به دلیل این که بخصوص تو اشرف، به دلیل این که یک زمان دولت عراق بود کسی جرأت نمیکرد، چون که میدونستن خب با دولت عراق خیلی خوبه، مسئول رجبی خیلی خوبه، بلافاصله تحویل میدن، تحویل دولت عراق میدن، یا کشته میشه یا یه جوری صعبه نیست میشه، یا مثلا به قول معروف سرش رو زیر آب میکنن که دیگه مسئله حل فصل بشه. اونجا به این صورت بود. توی تشکیلات تو جرأت نداشتی، هر چیزی که میگفتی بلا فاصله کشیده میشه تو اتاق فرمانده، چند تا فرمانده میمادن اونجا سرکوبت میکردن دیگه، اینجا کامل خفه میشدی. حالا ما آمدیم تو آلبانی. تو آلبانی دست بازتر بود. از موقعی که گم اومدیم من جزء گروه اول بودم، جزء گروه اول بودم که تیر ماه، ما خورداد دیگه تیر ماه کاملا تو آلبانی بودیم که مرداد من از توی مجاهدین کشیدن بیرون، از توی این فرقه کشیدن بیرون. حالا چیکار دارن میکنن اینجا؟ مثلا من مدت 6 ماه یا 7 ماه ازشون پول میگرفتم. ماهی 45 تا درم میدادن، ولی ما شنیده بودیم قبلا 500 تا بود. بعد همینجور خورد خورد با هماهنگی کمیساریا و جای دیگه اینا همین خورد خود آوردن بالا که الان ماهی 30 تا دارن میدن. 45 چی یا 30 چی؟ 45000 لگ. 45000 لگ اول که 500 یورو بود، یعنی میشد نزدیک به 70000 لگ. بعد اینو کردن 45000 لگ. 45000 لگ الان اومده شده 30000 لگ. یعنی پول همینجور به ترتیب کم کردن که آدم ها رو تو تنگنا قرار بدن از این کشور سری برن. حالا ما که اومدیم بیرون یه مدت گذاشتیم، هی ماه به ماه که میریم پول بگیریم، خب چه خبر، چی کار میکنی، تو چرا خونه تو کشاره هنوز؟ چرا؟ خونه من نزدیک آپارتمان ها بود. میگم خب چه مشکلی، من خونه فلانی هم هنوز پول ندارم که مثلا برم یه خونه تکی خودم بگیرم از این منطقه برم.
من تو خونه یکی دیگه دارم زندگی دارم، شریکی زندگی میکنم، پولم نمیرسه. بعدش هم در ضمن اگه پولی هم داشتم، خب شما بگرین یه خونه ارزون برای من گیرم بتونم برم خونه بگیرم. نه به ما چه ربطی داره؟ باید این از این منطقه بدی. بچه ها شما رو میبینن، شما گزارش های منفی از شما میگودم، گزارش منفی چیکار داریم میکنیم؟ ما سرمون پایینه، من دارم میرم باشگاه، باشگاه برمیگردم میام خونه، پا میشم میرم بازار یا تو کافه جایی میشینم، کاری به کار کسی ندارم. نه یه خبره مشکوک. خبر مشکوک چی؟ میگن خانواده ها، ببین چجوری باید میگن خانواده ها میخوان بیان. منم برگشت مدام آره خانواده ها دنبال اینن بیان اینجا، که سر همین حرف من، ببین سر همین حرف من هفته ها نشست گذاشتن برای آدم ها که خانواده ها میخواد با دولت آلبانی هماهنگ کردن که بیان اینجا. وحشتناک میترسیدن از خانواده ها. بعدش این گذشت، جلسه بعدی که میرفتی، خب فلانی چیکار میکنه؟ شمارهش رو چرا به ما نمیده؟ چرا بی وقت میاد دفتر سر میزنه؟ چرا فلانی نمیدونم تو خیابون با نفرات دیگه اینجوری میشه؟ چرا نفر فلانی مثلا تو فلان کافه میشینه که بچه ما رو ببینه؟ چیکار داری؟ با اون نفر آزاده. یعنی آنچنان سیستم اطلاعاتی را میندازن برای آدما که این چیکار میکنه، اون چیکار میکنه، کی نمیدونم با کی میگرده، کی چی میخوره، درست کپیه تو تشکیلات. همه آدما رو اینجوری انداختن به جون هم که واقعا میگم اون سه چهار نفری که تو خونن به هم اعتماد ندارن. مثلا میخواد بره بیرون نمیگه، مثلا قبلش مثلا ما با هم چند تا رفیق، مثلا من میخوام برم تا فلان کافه بشینم، الان اصلا اینجوری نیست، میره بیرون ده بار پویسرش نگاه میکنه، این برابر نگاه میکنه که بره توی یه کافه بشینه، از همین دوسته که هم خونشه تعقیبش نمیکنن. اگه واقعا من دارم دروغ میگم، بقیه نفرات از نفرات دیگه سوال بکنین. تمام دستگاه رو اینجوری چیدن. حالا وقتی که میخواستن به من چیز بگن که ما پولو رو قطع کردیم دیگه، حق نداری پیش ما بیای، ما پول بهت نمیدیم، تو رفتی نیدم سفارت ایران و همینجور مارکا میشستوندن دیگه. بعد منم برگشت آن اینو بهم گفت، گفت که ضد اطلاعات ارتش آزادی بخش و شورای ملی مقاومت در آورده. که برگشتم بهش گفتم اون ضد اطلاعاتت میدونی کیه؟ آقای فلانیه. خیلی بیخود کردی، بیجا کردی، ضد اطلاعاتت کجا بوده؟ ضد اطلاعاتی که از نفرات بیرون همخونه من دنبال اطلاعات منی، دنبال شماره تلفن منی، من چند تا تلفن دارم، چرا دوتا شماره تلفن دارم، چرا هر دوشو به شما نمیدم، میخواین چیکار بکنیم؟ چه ربطی داره به شما ها؟ به خدا همین حالاشم نفر هست، چهار پنج نفرن توی خونم، وقتی که میخوان با خانواده هم صحبت بکنن میرن بیرون از خونه. چرا؟ نفر کناره نشنبه بره به دفتر بگه، بگه با خانوادش داشت این صحبت میگم. یعنی تمام این حرکت های ضد نقیض این فرقه کاملا مشخصه برای همه. بابا حتی اونی هم که ازشون پول میگیره همین داره میگه، میگه به خدا دیگه خفمون کرده، هر بار میدیم بعد آخر جملهشون اینه: با سپاسگزاری فراوان از سازمان مجاهدین خلق ایران که ما کمک میکنه. بابا جان عمر طرف رو گرفتی، 19 سال، 20 سال، 16 سال، 17 سال عمر طرف رو گرفتی، زندگیش ازش گرفتی، بعد به خاطر یه پول باید سپاسگزاری هم از سازمان مجاهدین بکنه، از این فرقه بکنه. بعد اولش هم تا میاد بشینه، خب تهران چی میشینه؟ عبدالله تهرانی میشینه؟ نمیدونم یکی دو تا دیگه هستن، این هم میان میشینن. بعد میگن خب چه خبر؟ اول باید خبرها رو بدی، بعد میگه خب نگاه با این نفرات مصاحبه کردن، این کار کردن، به محکوم گفت تو فقط امضا کن، تا این برگر امضا نکنن پول بهشون نمیدم، اون 30,000 تا رو نمیده. میدونی طرف محتاجه، محتاجه این پوله، میذاره جلوش میگه خب تو هوادار مایی دیگه، اگه هوادار مایی باید امضا بکنی، یه سری امضا نکردن، یعنی تو هوادار ما نیستی. پولم الان ماهاست پول نمیگیرم، ماها پول از این فرقه نمیگیرم. یا مثلا پول نفر رو قطع کردن به خاطر چی؟ چون که با شکری فلانجا دیده شدی،
بابا کنار هم رد شدیم. باشه با شکری هم دیده شده باشه، یه سلام علیک بوده. ببین چقدر این مجاهدین متنفرن. آدم به خدا تنفری که ما از اینا گرفتیم، نفر جدا شده ها از اینا گرفتن، تا قبل ما چنین چیزی اصلا باور نمی‌کردیم چنین حرکاتی انجام دادن، ولی الان کاملا بارز داره. حتی همونی هم که داره میره دسته به زور داره میره، فقط به خاطر اون پول که با خوبادش نداره برش بفرسته دیگه، فقط به خاطر اون پول داره میره که پولو بگیره. حالا نمونش ما، یعنی من خودم پارسال هم داشتم با یکی از نفرات صحبت میکردم، این نفراتش جدا شده، گفت پیدا نیستی؟ گفتم والا هم هستیم. من گفت آره ما هر روز میریم پارک، میریم یه روز عدو یا هر روز میریم پارک والیبال بازی میکنیم فلان میکنیم با بچه. گفتم بچه ها کیا میان؟ گفت چرا؟ گفتم میخوام میرم کیا میان، اگه مثلا نفراتی هستن که دوست ندارن من اونجا باشم که نیام، ولی من میخوام بیام والیبال بازی کنم یا فوتبال بازی بکنم اینا. همینو این طرف بابا مردگر تو دفتر صدا کردن رفته. ببین اینی چقدر برگ درست عکس کردن همه چی رو، 180 درجه این عکس کردن. غلامرضا شکری دنبال اطلاعات، این هم دادن تو سایتشون ها، دنبال اطلاعات نفرات جدا شده از فلان نفر بوده، دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران سازمان مجاهدین. ببین دنبالش. حالا ما دو تا دوست یه سوال ازش کردم، اومدن از این یه سوال دنبال اطلاعات نفرات جدا شده است که با کی از سازمان پول میگیره. ما خودمون میگیم که از سازمان پول میگیره، کی با کی میگرد؟ ما که هر چشمون کور نیست، هر روز داریم تو خیابون میبینیمشون. ببینید چیزی دستشون نیست از ما، هیچ چیزی ندارن، ولی میاد از یک حرف همچین اطلاعیه بیرون میده. دیگه بچگانه است این کاراشون، دنبال همچین چیزایی گشتن بیفایده است، چون که سرش به سنگ خورده، سرش درست حسابی به سنگ خورده، به خاطر همینه نه راه پس داره نه راه پیش. این وضعیت آلبانی در حال حاضر هم خب یک سری زده بنده کردن در بحث موضوعات مختلف، اونایی که پول از کمیساری میگرفتن، اونایی که نمیدونم پول نمیگرفتن، چیزای مختلف با کمیساری ها، با دولت اینجا قسمت وزارت کشور تو قسمت مهاجرتش یه سری زده بنده دارم. خب نفر مدت هست تو اعتصابه، بعد یه دفعه ما میشنویم یه ملاقات انجام شده، بعد جواب چی بهش دادن؟ نه ما نمیتونیم مسئله تحل کنیم. بابا طرف 30 روز 35 روز 40 روز داره اعتصاب میکنه به خاطر حق و حقوق خودش. خب معلومه پشت بند اینی که جواب نمیدن، پشت این صحنه کی داره چنین کاره؟ خب معلومه سازمان مجاهدینه، معلومه این فرقه است، دوست نداره یک نفر از نفرات جدا شده تو آلبانی باشه. به خاطر چی؟ نفراتش میان بیرون، ماها رو میبینن، با سر وضعی که ما داریم الان بیرون میچرخیم، هر کی ما رو میبینه میگه اه. اون داخل دارن به ما میگن چی؟ میگن بابا این معتاد شده، اون معتاد شده، این نمیدونم با باندای اینجا داره میچرخه، انقدر حرفای مختلفه که آدم ها رو بترسونن بیرون نیام. ولی میان میبینن ما هم باشگاه رو داریم میریم، هم کارمون داریم میکنیم، هم نمیدونم تفریحمون رو داریم، بازارمون رو داریم، تو کافه میریم میشینیم دور همین. خب دارن میبینن سازمان مجاهدین خلق و این فرقه که واقعا فرقه نابهنجاریه، باید چیکارش کرد؟ کامل به خدمتش رسید تو این آلبانی. اون جواب نداره، این همه تهمت میزنی به آدم ها، بعد کسی چیزی بهت نگه، کسی حرفی بهت نزنه. حالا من نمونه شو بگم، به ماها میگه مزدور، به همه میگه مزدور. روحانی که از تو شوره ملی مقاومت کشید بیرون سر یک حرف، آدم بچه ها رو چرا به کشتن میدی؟ چرا دیگه به اون میگه مزدور؟ روحانی منظورتون آقای محمد رضا روحانیه وکیل بعد؟ آقای محمد رضا روحانی بل. خب من بارها با آقای محمد رضا روحانی صحبت کردم تو اون چیز، احتمالا الان یادش هم نیست،
یعنی شاید ما رو نشناسه. بله، هم ایشون هم آقای دکتر قسیم یکی از افراد عالی رتبه بودن که همچین که آمدن بیرون سازمان مجاهدین تا موقعی که اینا صحبت نمی کردن کاری نداشت، وقتی صحبت کردن به اصطلاح پرونده هایی رو داد بیرون که اینا حقوق بگیر و مزدورای ما بودن چنین و چنان. اجازه بدید که این دوستان لطف کردن اینجا نوشتن. آقای دارابی سوال میکنه تعداد نیروهای مجاهدین در اول چه تعداد بود و الان چقدر نیرو دارد و اگر کسی بخواد از سازمان بیاد بیرون با چه سرنوشتی دوچار میشه. این سوال شما یادت باشه. آقای بیدی نوشتن که از درون بیت رهبری رجوی خبری درس کرده بود که رجوی دنبال کشتار بالای 700 نفر بود تا بتونه کلاه آبی های حفاظت عراق در اختیار بگیره. همچنین خبر بعدی که از بیت رهبری رجوی درس کرده بود سازماندهی جدید که تلاش کنید تلفات از کسانی باشه که موی دماغ سازمان هستند و کسانی در صحنه باشند که مخالف سازمان هستند. زمنان آقای حنا میگه که آقای سوربی همه الان در آلبانی تعدادی از این افراد هستن که از اینا پول میگیرن، دارن برای اونها جاسوسی میکنن. منظور نفرات داخل تشکیلات که میآیند را زیر نظر دارن. آقای حاجری هم میگه با سلام خدمت شما و آقای شکری، گویا رجوی دشمن اصلی را فراموش کرده و دنبال چند نفر جدا شده افتادن. جالبه که بعد اونها هم به شما میگن شماها دشمن اصلی رو فراموش کردین و چرا ایراد میگیرید از سازمان، در صورتی که شما با بیرون آمدن از سازمان عملا گفتید که این سازمان کارساز نیست و 40 سال به اصطلاح هیچ عملی انجام نداده. در مورد تعداد نفرات شما صحبتی دارید که پاسخ آقای دارابی باشه؟ بفرمایید. والا تعداد نفرات که الان دقیق نمیدونم، چون خیلی اومدن بیرون رفتن، خیلی هم مخفیانه خود این فرقه فرستاده به جای دیگه، دقیق نمیدونم. نهایتش اگه باشه 1800 1700 نفر بیشتر نیستن. این چیزی که من حدسم اینه الان. بله، خیلی ممنون. شما درباره چیزم صحبت کردین که این خانواده ها گفتید که سازمان گفته ما شنیدیم خانواده ها میان. یکی از سوالات همین بود. البته یه جا چون شما صحبت هایی که کردین این سوالات رو هم در بر میگیره، ولی من باز میگم اگه خواستید بیشتر در مورد صحبت کنید. یکی تبلیغ حقوق بشر توسط سازمان مجاهدین، بعد علت مخالفت فرقه رجوی با آمدن خانواده های افراد به آلبانی و جلوگیری از دیدار این، و کشتار 10 شهریور 1392 در قرارگاه اشرف عراق. این صحبت هایی که شما میکنید در رابطه با 19 فروردین 1390 بود. بله بله بله، این 19 فروردین 1390 بود که 10 شهریور 1395 بود به نظرم، 95 یا 96 بود. آها، اینجا نوشتن 1392. شاید موقعی تاریخ ها رو وقتی آدم تاریخ ایران و آمریکا رو میخواد به اصطلاح انگلیسی رو میخواد چیز کنه، ممکنه بعضی وقتا اشتباه بشه. بفرمایید. بله، والا سر این موضوع 10 شهریور اول من بگم خانواده ها که جای خودش داره که از زمانی که ما تو اشرف بودیم، چون من خودم یکی از نفراتی بودم که تا اونجایی که خبر داشتم 7 ماه یا 8 ماه مادرم جلو در اشرف بود. اولین بار که مادرم اومد سال 1384 بود، ساعت 6 صبح. اصلا ناخودآگاه سر کار بودم، چون من همیشه صبح زود پا میشدم میرفتم ورزش میکردم میومدم، بعد 6-7 صبح بود سر کار بودم. نمی فرماندم صدا کرد گفت که بیا. گفتم چی؟ گفت که فلان فرمانده کارت داره. من رفتم اونجا با اون، از ساعت 9 صبح من اونجا منتظر شدم تا ساعت 2 بعد از ظهر. ببین چه سیاست ضد بشری دارن اینا، یعنی ضد خانواده، ضد مادر. درست همون چیزی که رجوی برای خودش میخواد برای دیگران نمیخواد. چیزی که
رجوی توی دستگاه خودش خماده که توی اون خراب شده توی اون سازمان ساخته بود برای ماها نمیخواست. من از ساعت 9 صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر منتظر شدم که این فرمانده من صدا کنه زیر اون گرما توی خیابون 400 نزدیک یه کتیبه مال فرهنگ و هنر. حالا ما بایستادیم هی بایستادیم آخرش دیگه داشتم پشیمون میشدم که صدا کرد گفت که میدونی مادرت اومده؟ گفتم فقط برای این منو صدا کردی؟ خب مادرم اومده که اومده. شما انقدر معرفت ندارین که منو از ساعت 9 صبح تا الان گفت چه خبر از مگه تو آدم تشکیلاتی نیستی؟ گفتم باشه تشکیلاتی بودم ولی زیر آفتاب ما رو نگه داشتی برای چی؟ 9 صبح تا 2 بعد از 2 بعد از 9 صبح میگی میدونی مادرت اومده؟ خب معلومه همه که اینجا بودن خانواده‌شون اومده. بعد منو میخوای بفرستی پیش مادرم برای چند ساعت میخوای بفرستی پیش مادرم؟ نه میخوام بریم موافق بری یا نه؟ گفتم آره موافقم. چرا موافقم؟ من 27 سال 28 سال مادرمو ندیدم چجوری موافق نیستم؟ پاشدم رفتم به خدا قسم میگن زده بشر نمیدونم چه جمله ای برای اینا به کار ببرم. رفتم پیش مادرم یکی از فرمانده های زن که اون موقع بهش میگوتن FG فرمانده خودمون اومده نشسته کنارم که مبادا من با مادرم سر چیزی صحبت بکنم. کنار همه نفرات بودم فقط من نبود. بعد مادرم بنده خدا خب نمیدونست چی به چیه برگشت گفت که این که کنارت اومده نشسته کنارم زنته. گفتم نه. خب مادره نمیدونه دیگه. بهش گفتم گفتم نه این فرماندم تشریف داره که اومده نشسته. گفت برای چی اومده؟ گفتم دارم گوش بدم برای جاسوسی اومده. یعنی هیچ احترامی برای حریم خصوصی حتی فامیل و اینا قائل نیستن. آره قائل نیست. حالا این تازه یه بخششه. بعد از اینکه خانواده های دیگه میومدن که خودشون دعوت میکردن میومدن میرفتن تو اون قسمت اسکان که بهش میگفتن هتل، بابا طرف خواهر و برادرش اومده بود باید حتما فرماندهش میومد پیشش. شب نباید اونجا میموند پیش خواهر و برادره نباشد میموند. شب میرفت مقر تو روز بره فرماندهش هم باش بره. چون شب فرمانده که نمیتونه تو اون خونه که خواهر برادر مقابلن اینم بخوابه فرماندهش هم کنارش باشه. دم از حقوق بشر میزنی؟ کدوم حقوق بشر؟ حقوق بشری که تو حقوق خانواده رو رعایت نمیکنی، حقوق نفر خودت رو رعایت نمیکنی. این حقوق بشر این نیست که حتما طرف شکنجه بشه، حتما طرف باید نمیدونم تیرباران بشه، مارک حقوق بشر بشه از اون با آدم ها. خودت اول رعایت بکن بعد بیا دم از این حرف رو بزن. نوزه فروردینه که الان گفتن بابا کدوم حقوق کی رو تو رعایت کردی؟ آقای مسئول دارید کدوم حقوق رو رعایت کردی که این دومیش باشه؟ نمونهش همین حالا بابا حقوق نفراتی که تو جداشو تو آلبانی داری رعایت نمیکنی. بابا همه رو زیر زر گرفتی، با پول داری یکی یکی آدم ها رو میخری، اینو میدازی به جنون. اونو این حقوق بشر نیست؟ حقوق بشر چیه؟ پول نفر قطع بکنی بعد باید بره گدایی بره چیکار بکنه؟ این حقوق بشر نیست؟ حقوق اولیه یک انسان نیست؟ و تو این همه میگی حقوق خوندم حقوق خوندم، کدوم حقوق؟ وکالت چی رو خوندی تو؟ وکالت کشتن آدم ها رو؟ تو کشت دادن خیلی ها رو؟ همینجا یک دفعه میدی یه مرزم خواهم یه فیلی هوا میکنه آدم رباییه کسی بیرون نره. یک دفعه میدی یک هفته ده هفته نفرات بدبخت نمیدارن دید. نمیدونم اعلام آماده باش رژیم ایران میخواد حرکت تروریستی انجام بده. بابا جان دست بردار، این چه مزخرفاتی داری میبافی؟ برای دغل و دروغ و خط پیش بردن خط خوده درست همون حرف تو تشکیلات من هیچ وقت یادم نمیده گفت به خاطر حفظ تشکیلات هم شده به همه نیروه ما دروغ میگی. باید هم دروغ میگی تمام. خب حقوق بشر بقیه رو رعایت بکنه تو آلبانی، حقوق بشر خانواده. من چرا رو در روشون وایسادم؟ من 7 ماه 8 ماه مادرم صداش در نیومد من چیزی میگه. بعد برگشت بهم گفت گفت یک شب داشتیم صحبت میکردیم گفت قلام جان. گفتم چیه؟ گفت میدونی من دستم شکست جلو در اشرف، دندونام هم شکست، همه دندونام مصنوعیه. گفتم چی؟ گفت آره
همونه که اومدن جلو در شهر حمله کردن به ما با سنگ و اینجا دست من شکستن اونجا. سری بعد دوباره اومدم با سنگ در حین نماز خوندم بودم یه سنگ محکم اومد تو دهنم، تمام دندونامو خورد کرد، بردنم بیمارستان، یک ماه و نیم تو بیمارستان بودم. به خاطر همین واسه من برش چجوری مسعود رضایی بندگش میگفت وقتی که تو تهران دست مادر رو میشکنی چش مادر رو فلان میکنی منم میدونم چی کارت بکنم، پس وسط میشرف وقتی که دندونه مادر من رو میشکنی دست مادر من رو میشکنی تو وجدان داری؟ تو انصاف داری؟ عمرم وقتی که عمر من رو گرفتی این کارم با مادر من کردی؟ بعد با اون حرفای یه چیزی که میگی فلان مادر اینجوریه فلان مادر این همه مارکوز بدبختی که به خیلی از خانواده ها دارید سر این که جلو در اشرفن به خاطر چی بود؟ به خاطر پوشوندن مزخرفات خودش بود. به خدا قسم همین مسئله کثافتکاریه که بار آورد سر همین دختره توی مناسبات میخواست همونها رو بپوشونه، من خودم شاهد بودم. گندکاریه که پیش میومد میخواست سرش رو بپوشونه، جلسه قبلی نمونهش گفتم بهتون، بین شورای رهبری و یکی از نفرات و خیلی دیگه هم هستن که ما صداش در نمیاریم. موضوعات اخلاقی رو کلا نمی‌ذاریم، ما یکم معرفت داریم، مثل مسعود رجایی نیستیم هزار تا چرت و پرت جلو خیلی نفرات رو تو نشست بزنه پشت سر نفری که سالیان براش توی جنگ سیاسی بود، همه جا براش جنگیده بود. ما چنین چیزی نداریم، چنین معرفتی نداریم. اون معرفت و کلام رجوی کثیفه که همچین مارکایی به آدم ها میزنه. حالا بحث حقوق بشر رو میکنه، خب بیا واقعا اگه دادگاهی هست بحث حقوق همین سر همین بلاهایی که داری به سر نفرات جدا شده سر همین نفرات که تو مناسبات خودتن داری به سرشون میاری با دروغ داری کارت پیش میاری، خب همین حقوق بشره. این همه آدم رو کشتن دادی، نفراتی که به سرده نیست کردی که بحثش هم کردیم سر بحث حمزه رحیمی، چرا اونو حقوق بشر نمیبینی؟ مرزات دیگر رو حقوق بشر میبینی؟ دو تا کودککاری، دو تا کسافتکاری که تو ایران انجام میشه پلیس میاد جلوشو میگیره اینو حقوق بشر میبینی؟ اینو موضوع عاطفی میبینی؟ کودککاری دختره رو تو زندان که من خودم شاهدش بودم صداشونو میشنیدم که زجه میکشیدن اونو حقوق بشر نمیبینی؟ ولی اینا رو حقوق بشر میبینی؟ ما چی تو باور بکنیم؟ دوم خروس رو تو باور بکنیم یا خدا تو باور بکنیم؟ ما نفهمیدیم. آقای شکری، آقای حجاری هم مثل که یه ماجرایی داشتن شبیه میگن که وقتی که در سال 83 مادر ایشون بعد از بازرسی کامل بهش گفته بودن که نارنجک نداری، او هم در جواب گفته بود بیاری ببینم چه شکلی هست. در ضمن در دو روزی که ایشون با مادرش بوده یک نفر مستمر همراه با اونها بوده. بله یعنی... کاملا بله. خب بفرمایید که این ماجرای، البته دوستان نوشتن که کشتار ده شهریور سال 92 بود، اول سپتامبر، آقای بیدی نوشتن از بس این سازمان ماجرای مختلفی داشته آدم دیگه نمیدونه واقعا چجوری تقویم و تاریخ و نگه داره. بعد موضوع بعدی قبل از اینکه بریم سراغ سوالایی که دوستان ارسال کردن این هست که تخلیه اطلاعاتی اسرای ایرانی جنگ ایران و عراق توسط مجاهدین، چون شما یکی از اونایی بودید که از به اصطلاح اسرا بودید بعد به سازمان پیوستید، این سوالو میکنه. بفرمایید که اونجا چه گذشت بر شما؟ والا واقعا من اصیل نبودم. آها. من اسیر دولت عراق و اسیر خود فرقه نبودم. من کسی بودم که بعد از این که آتشبس قبول شد، آتشبس بین ایران و عراق قبول شد، من به خاطر در ادامه درسم و دوست داشتم برم دوره خلبانی و خیلی چیزای دیگر رو بگذرونم، تو ایران نمیتونستم ادامه بدم، گفتم میرم عراق، از عراق میرم خارج. تمام موضوع بحث اولین مصاحبه من همینو گفتم، یعنی جزء اسرا نبودم. ولی چیزی که خودم شنیدم سر وقت تخلیه اطلاعاتی همین خط رو پیش می‌برن، یعنی اینکه اون زمانی که اسرایی که تو اردوگاه عراقی‌ها بودن خب می‌رفت
رفتن بازدید، دروغ و دروغایی که میگفتن، خب چون تمام نفراتی که اسیر بودن بعد که اومدن پیش ما تو اردوگاه عراق اومدن پیش ما برای ما تعریف میکردن کار سازمان چقدر خوبه، ابریشم چی میومد برامون صحبت میکرد، صحبت خیلی قشنگی میکرد در رابطه با آزادی ایران. دیگه نزدیک بریم، همین نزدیک بریم، 30 سالی گذشته، نزدیک بریم 30 سال ازش گذشته از اون نزدیک بریم که اینجوری اونا رو آوردن. حالا تحلیل اطلاعاتی، خب به اندازه کافی دولت عراق اسرا رو که تحلیل کرد و تحلیل اطلاعاتی کرد، این هم که وقتی که اومدن خب طبق همون چیزای سازمانی خودشون، کدوم لشکر بودید، یعنی یک پروسه برای تو درست میکنه، تمام از بچگی تا موقعی که وارد این سازمان شدی، وارد این فرقه شدی، باید همه رو براشون بنویسی. وقتی که کامل بنویسی میاد از توی این بررسی میکنه که تو مثلا تو ارتش که بودی چی کاره بودی، مثلا اگه افسر بودی، درجه‌دار بودی، سرباز بودی، به نحوه برخورد با تو فرق میکنه دیگه. خب افسر ارتش بودی، خب چرا رفتی در افسر؟ شغلم بود، دوست داشتم، شغل انتخاب کردم رفتم. خب باید تو چه ارگانی بودی؟ فلان ارگان بود. تو اون ارگان چی کارا میکردیم؟ خب کارم حفظ و حراست از نمیدونم از مرز بوم و اینجور شدای. خب اگر راننده تانک بودی مثلا چیکار می‌کردی رو تانک؟ اینجوری شروع می‌کنن تحقیق کردن، بعد یواش یواش میرن خب کدوم لشکر، فلان لشکر، که لشکر کنارتون چی بود؟ این بود. نگهبانی‌هاش چجوریه؟ اینجوریه. نمی‌دونم چند تا برج داره، چند تا فلان داره. خب تحلیل اطلاعات خیلی ساده. راحت. خب طرفم نمی‌فهمه. نمی‌دونه. فکر می‌کنه دیگه واقعا خب اعتماد پیدا کرده دیگه. همین اعتماد کردن به اینا خیلی رو بیچاره کرد. اعتماد خیلی چیز با ارزشیه. به هر کسی اعتماد بکنی یعنی واقعا آدم میاد به قول معروف زندگیشو تحت اختیار طرف مقابل قرار میده دیگه. حرف کمی نیست. ولی رجوی به تمام اعتمادهای ما خیانت کرد. آشکار شما از لحاظ ارتش ایران به اصطلاح وضعیتتون چیه؟ وضعیت من تو ارتش ایران؟ بله بله. ولو... چون میگی جنگ تموم شده بوده، یعنی فرار از جنگ، چون ما شنیده بودیم که اگر کسی ارتشی باشه در زمان جنگ به اصطلاح خدمت رو ترک کنه اون به عنوان خائن و اینها حساب میشه و حتی حکم تیربارون اعدام داره. من میخوام اینم بعد از اینکه شما رفتید اونجا مثلا ارتش به منزل شما، به مادر شما، به پدر شما چی گفته؟ نامه ای چیزی نوشتن یا اونا چی فکر میکردن؟ والا اولش که کسی خبر نداشت تا سال 76-77 یا 78 این حدودا کسی از من خبر نداشت که کجام، یعنی در به در دنبالم میگشتن. ولی بعدش چند نفر که رفتن تو ایران عملیات بکنن از بچه های منطقه ما، مثلا بچه کرماشو بودن یا بچه سند بودن، اینا که رفتن یا یه تعداد که فرار کردن تو نقاط مختلفی فرار کردن، اینا دیگه رفتن خودشون رو تصمیم دولت ایران که اکلان دارن زندگیشون رو میکنن، تصمیم دولت ایران که رو گفتن ما اینجا بودیم اینجوری بود، بعد اسم من رو گفته بودن، گفتن یکی از به اسم غلامزاشی کردی. والا سالیانی که من نبودم، 27 سال که تو اون خراب شده رجلی خائن بودم، بعد 27 سال که اومدم بیرون مادرم گفت به خدا اصلا کسی ما تو نگفت که بیاد سراغ ما حرفی به ما بزنه. بعد از این که هم فهمیدن اصلا کاری به کار ما نداشتن، همیشه میومدن احوالمون رو میپرسیدن، پسرتون حالش خوبه؟ ما خبر داریم حالش خوبه، سعی و سالمه، تو اشرفه، اصلا نگران نباشیم. تمام شد رفت کاره، نه خانوادم رو اذیت کردن، چون که فرقه آنچنان تو موقع کرما میکرد خانواده های ما رو، ما خودمون جز اونا میدیدیم دیگه، خانواده ما رو دارن اذیت میکنن، خانواده ما رو فلان کردن، میمدن نامه تومار به تومار میرشن، کدوم خانواده؟ من بعد از این اومدم بیرون بگویم همه اصلا هیچ کس اینا رو نمیخواد، یه 4 تا 5 تا نمیدونم هوادار چیز داره که هر هفته توی یه شهرستان هم به عنوان شورشی پشت به دوربین یه عکس میگیرن، صفر، یه 4 تا خط می‌نویسن. البته نصف بیشتر این
خط نوشتن اینجور تو این در دیواره خود همینجا و تو لیبرتیه دیگه، از این اینا همه برای ما لو رفته است. تو لیبرتی رفتن این کارا رو میکردن، بعد عکس میگرفتن شبش شیپور میکشی تو چیزشون توی تلویزیونشون، آی چیه نمیدونم فلان بنر رو فلان جا دادن فلان جا. حالا بعد یکم نگاه میکردی، بعد ما یه سری محفل داشتیم میزدیم به هم، تو پشت دیوار فلان جا تو همجا رو بلد بودیم، تمام دیوارا رو بلد بودیم، پشت فلان جا عکس گرفته، نگاه سوراخ مال این چیزا رو نگاه بکن، دروغ. خب همه چی با کلاشی و دروغ پیش نمیره که. سر خماده هم همین، سر من هم همین. والا تا اونجایی که من میدونم رژیم ایران هیچ کاری و کار خماده هم نداشته تا حالا. بارها من الان هم دارم صحبت میکنم تو تلفن باشم، هر روزم در تماسم، هر شب با مادرم یک ساعت دو ساعت در تماسم، کسی کاری و کارمون نداره، نه رو خطمون میاد نه خانواده میان رو خط خانواده ها تماس نگیری فلان. چجوریه حتی سر همین تماس تلفنی یک بار، یعنی یک سال نیم من تو منتظر شدم، سال 86 بود، یک سال نیم من درخواست کرده بودم، به من اجازه نمیدادن. یک سری بچه های ایلام بودن که تشکیلاتیشون بودن ها. هر ماه هر دو ماه یک بار تماس تلفنی با خانواده تو ایلام. خب بین فرق بین من و اون آسمون تا زمین بود، چون اونا تشکیلاتی بودن، حرفشون رو گوش میکردن، خطشون رو پیش میبردن، چون که خانواده ای اونجا بودن باید تماس میگرفتن با مادرشون با پدرشون با بقیه اقوامشون که بتونن یکم کیسه رجبی رو پر بکنن براش، که از این کاره هم نمیکردن. ولی همین که به من میرسید یک سال و نیم طول کشید تا آخرش صدام در اومد، گفتم چرا فلانی فلانی، بعد فهمیدم من با خبر شدم. گفتن چرا محفل داشتی؟ گفتم دیدم رفتم فلانجا، هر دو ماه یک بار دارن میرن، نفر تو یگان ماست، من میدونم داره میره تلفن میکنه. تا بعد از این که آخرش من استگم بیور تلفن، سه بار من فرستادم، این سه بار هر بار یه بهانه ای آوردم چیه، میخوام تلفن بزنم به خواهرم، به خواهرم، به مادرم. آخرش بار چهارم گفتم نمیخوام، گوشی شو گفتم نمیخوام دیگه، دست از سرم وردن، اشتباه کردم، گفتم تلفن دیدن نه من دیگه بدجوری قاطی کردم براشون، سریع مثلا حل فصل کردم، رفتم اونجا تا زنگ زدم، زنگ اول نه زنگ دوم زدم، خواهرم بلا فاصله برداشت، باور نمیکرد خواهرم که منم. بعد دیگه نشانی جدا داریم باور کردم. میخوام بگم فرقه چجوری به جون آدم ها میفته، چجوری آدم ها رو از بین میبره، چجوری میخواد خط کار خودش رو پیش ببره، همینه. حقوق بشر که بهش اشاره کردیم همین چیزاست. حقوق اولیه من همین، بعد از 27 سال 22 سال اون تو بودم، 22 سال اون تو بودم، بعد 22 سال درخواست تلفن کردم، 22 سال درخواست تلفن کردم، چجوری تو را برا میمدی بی؟ خب اسم خانواده تو بنویسی نویسی نویسی که ما بتونیم با خانواده در تماس باشیم، نمیدونم مسئله مالی بینیم کمک مالی میکنن دو ماها یا نه، موضوع مالی هم بهتون میگم که با چه دغل و دروغی پول خانواده ها میگرفتن، به اسم من به اسم دیگران میرفتن زنگ میزدن، آره پسرتون درگیره، گفته نمیدونم اگه میتونین انقدر پول برامون در به این حساب بریزین، حالا اون حساب کیه؟ همون نفری که داره تو ایران براشون کار میکنه. اون گفته تا من پول ندم، تا پول به هم ندین، من براتون بنر نمیزنم، براتون فلان چیز نمیزنم، یه دونه بنر مخاطب دادن توش بوقه کرنا بکنن، اینو از خانواده های دیگه شیره کش بکنن ببینن به جیبی یکی دیگه، چون که میخوان مریم رجبی فیل هوا بکنن. بعدها ما فهمیدیم چقدر اینا آدم های بیشرف و پستی هم. آقای شکری، دوستان نوشتن که آقای بیدی نوشته وقتی که مسعود رجوی فرمانده و رهبر عقیدتی خودش رو در زندان شاه فروخ و وقتی که موسی و اشرف رو فروخ و مثل سگ فرار کرد و وقتی زنان همرزمانش رو دزدید، از ایشون چه چیزی شما انتظار دارید یا چه انتظاری میشه داشت؟ آقای رزاقی نوشتن که پروسه نویسی در فرقه رجوی با همه جا فرق داره،
فرق میکرد. باید از روز تولدمون مینوشتیم تا همان لحظه که نشسته بودیم داشتیم مینوشتیم. یک بار که پروسه نویسی بود به یکی از سران فرقه گفتم خدا را شکر نگفتید عروسی ننت رو هم بنویس. آیا در عروسی ننت شرکت کردی یا نه؟ آقای حجاری میگه که شیوه تخلیه اطلاعاتی افراد فرق نمیکرد، چه نظامی چه غیر نظامی. فرقه رجوی میخواست زندگی فرد دست او باشه تا هر وقت خواست علیه آن استفاده کنه یا استفاده کنه. چون من به چشم خودم میدیدم که این فرقه کاری کرده بود که فرد باید حتی خطای فردی خودش را جمع بخواند، آن هم از دوران کودکی. خب اینا مجموعه همین کارا میشده که به اصطلاح سازمان رو تبدیل کرده به فرقه. اتفاقا امروز یه دوستی یه ویدیویی رو فرستاده بود که عکس خامنه‌ای رو گذاشته بودن، دو نفر از اینایی که حالا فکر میکنن خیلی هم هنرمند هستن ولی خودشون میدونن که اگه اسم مجاهدین رو بنویسن با به اصطلاح فوش و مخالفت مردم روبرو میشن، ویدیوها رو به اسم پیک شادی و اسمای قلابی دیگه میفرسن و خیلی هم لوس و بیمزه است. چون شاید چون من میدونم که اینا از طرف سازمان مجاهدین هست، حقیقتش قصه میخورم، افسوس میخورم که یه سازمانی بعد از 50 سال کارش حالا رسیده به اینجا که یه برنامه کامپیوتری 30 دلاری بگیره. میدونید شما الان این برنامه که من و شما اینجا هستیم، یه نفر میتونه این فیلمو برداره به جای من و شما بذاره، شما با مسعود رجوی نشستید. یعنی این روزا دیگه این کارا خیلی ساده است، مثل فتوشاپ که برای عکس هست برای ویدیو هم هست. و بعضی از دوستان بدونی که بدونن اینها مال سازمان مجاهدینه پخش میکنن، من بهشون میگم شما شدید نوکر بیجیر و مواجب این سازمان. آقای محمدی هم اینجا هستن، بهشون سلام میکنم، ممنونم. یه سوالی که خیلی به اصطلاح پرسیده بودن و چون شما چیزایی که گفته بودید و نوشته بودید و مصاحبه کردید خیلی جنجالی بوده، میگن که سران فرقه رجوی در دو بیانیه‌ای که علیه شما بیرون دادن مدعی شدن که اگر آقای شکری راست میگوید ده ها بار به طور خصوصی بدون حضور هیچ یک از سران مجاهدین، شما لبخند میزنید تا من گفتم ده ها بار، بدون حضور هیچ یک از سران مجاهدین با افسران آمریکایی، با نمایندگان کمیسیار عالی پناهندگان، با نمایندگان صلیب سرخ بین‌المللی دیدار کرده است و به سادگی میتوانست با آنها بگوید میخواهد کمپ را ترک کند. آیا واقعا شما از چنین امکاناتی برخوردار بودید؟ میشه یه مقداری از آن چه که واقعیت هست رو برای ما بیان کنید؟ خیلی ممنون، بفرمایید. بله، والا تا اونجا که یادمه از روزی که آمریکایی اومدن سه بار من بیشتر ملاقات نداشتم با آمریکایی‌ها. یک بار توی سالن اجتماعات اشرف تموشتول بزرگه، یک بار اونجا بود، یک بار منو فرستادن برای توی اون تیفی که آمریکایی‌ها درست کرده بودن، بار سومم دوباره کجا بوده؟ توی همون سالن اشرف. حالا بار اول که رفتن مترجم از خودشون یعنی خود فرقه نفر گذاشته بود با آمریکایی‌ها که نفر مترجم باشه، اینجا من چی میخوام چی با آمریکایی‌ها بگم؟ سوالات آمریکایی چی بود در رابطه با من؟ یعنی میخوام بگم فرقه حواسش نیست. میگن آدم وقتی که معذرت میخوام فرقه ای که پیر میشه عقلش هم دست میده. خواهشن آی رجوی الان اینم کجا گور به گور شدی؟ بشین یک کمی فکر بکن. اگه میخوای به نفراتت آموزش بدی، به نفراتت بگی چی بگن. اون همینچون که من همون چیزاشون دیدم دیگه، تمام برنامه‌هاشون رو که در رابطه با من صحبت کردن همه رو نگاه کردم کاملا. نفری که گذاشتن برای اینکه اونو خوب توجیه بکنی که قاف و قف نده، که خرابکاری نکنه، ده ها بار نبود، سه بار من با آمریکایی‌ها ملاقات داشتم، چهار بار با کمیساریا، با صلیب سرخ اصلا. صلیب سرخ یک بار یا دو بار نامه برای من آورده بود، داده بود به خود فرقه
بعد از اینکه من اومدم بیرون متوجه شدم که نامه ها 4 تا نامه بود، 1 نامه هم نبود. 4 تا نامه، 2 تاش مال خواهرام، یکیش مال مادرم، یکیش مال برادرم. هر 4 تا نامه عکس خانوادگی توش بوده. 1 دونه رو به من ندادن، 1 نامه به من دادن، اونم نامه برادرم بود. چون مال خواهرام کاملا عاطفی، مال مادرم کاملا، مال برادرم فقط سلام علیک و احوال پرسی و حالت خوبه و چطوره، حالا فهمیدیم کجایی هستی، کجا هستی تو، تو عراقی، تو فلان جا هستی. این نامه رو به من دادن، اونم در باز گذاشتن جلوم. بعد که من تو آلبانی کشتم رو بردم، 4 تا نامه اکسا رو همه رو برداشتن، نامه های خوهرم مادرم رو ندادن. حالا ما توی این فرقه خب کارهای چیزای مختلفی ما دیدیم، موضوعات مختلفی ما گفتن. سر این سلیم صبح که گفتم بهتون، سر کمیساری ها، هر بار من میخواستم، حتی با آمریکای من میجورا، 4 ساعت 5 ساعت توجیه، چی میگین، اینو میگین، اینو میگین، اینو میگین، اگه برعکس اینو بگین نمیدونم جاتون تو هتل مهاجر، هتل مهاجر نمیدونم شکنجگاه فلانا. خب من سالیان بود بیرون نبودیم، تو جامعه نبودیم، میترسیدیم واقعا رژیم ایران همچین چیزیه. حتی از اینجا که پادو بذاری بیرون، بلافاصله با بمب تمام میشه، بلافاصله میزید شکنجه. ما نایده بینیم، میترسیدیم. بعد این ما خورد به جریان کمیساری ها که از اشرف اومدیم لیبرتی، توجیه پشتش، پشت توجیه فرمانده های بالا، همه فرمانده های قرارگاه، اف امای مقررات، 2 ساعت 3 ساعت. حالا فرد من مخواستم برم، بار اول ما 10 یا 12 نفر بودیم، 12 نفر بودیم رفتیم. کاملا به همون گفتن، نگاه داریم، گفتن نگاه کن این حرف رو میزنی. خب معلومه وقتی که نفر میره اونجا، اول از فرمانده های خودشون میفرستن اونجا برای مصاحبه با کمیساریا، اون میاد تمام موضوع مصاحبه رو پیاده میکنه، بعد به همه تمام فرمانده ها رو صدا میکنن، یه جا همه رو توجیه میکنن، به همه میگن نگاه کن سوالات اینه، کمیساری این میگه شما به نفراتون باید اینا رو بگین، باید این موضوعات رو بگین که اینا بترسن، که وقتی که میرن پیش کمیساریا، تو کمیساریا حرف خودش نزنه، بگه آقا من نمیخوام توشون بمونم، میخوام برم. کمیساری میگیره برش داره، برش بذارش، میگه خب باشه، تو تحت نظر مایی، فلان ساعت میبریم فلان جا، هتل میگیریم و فلان میگیریم. ما که خبر نداشت اینا میومدن. این توجیه فرمانده های اولی که رفتن مصاحبه، بعد که اومدن کاملا سالی تمام مردم میخوام به همه اینا میگفتن، بعد اینا میومدن سراغ ما تا دینش دروغ. خب بار اول ما 12 نفر بودیم، رفتیم دیدیم همون سوالاتی که اونا تو اونجا به ما گفتن، همونو ما هم گفته با همون چیزی که اونا کردن تو کلمون ما جواب دادیم. بار بعد که رفتیم، دقیق یادم نیست برای چی بود، ولی 6 یا 7 نفر بودیم که رفتیم اونجا، دوباره یه سری سوالات گذاشتن جلوی دستمون، سوالات تکمیلی. سری سوم که رفتم، در رابطه با پناهجویی از من سوال کردن، که من کامل توجیه کردم که اگه تو رفتی اونجا، در رابطه با پناهجویی گفتن، بگو من پناهندگی نمیخوام، من میخوام تو همین جمع، تو همین چیز باشم. خب من متناقض بودم، ولی پشت بندش کردم، گفتم نگاه کن بچه‌ای که از اینجا رفتن بیرون، رفتن هتل مهاجر، فلانی فلانی خودکشی کرده، فلانی اینجوری شده، فلانی اینجوری شده، از هتل مهاجر کیو دزدیدن، کیو اینجوری. خب منم ترسیدم دیگه، خدایا چه خبره میگه هیچ رد، همون مزخرفاتی که کردن تو کله من، منم همون گذاشتم جلوی دست کمیساریا. بار آخر که تنهایی رفتم فقط یک نامه از مادرم بود آورده بودن، چون من تو پروسه جنگ دعوای به قول اونا جی اس، جنگ سیاسی بودم، که از ما سوء استفاده شون میکردن این فرقه دیگه، در تو با خانوادم، با
خماد مزدوره، خماد فلانه، خماد اینه، خماد مونه، خماد کثیف شده، آغشته به اطلاعات شده، چی شده، چی شده. این مزخرفات چیه؟ این همه خماد ما رو به گند میکشیم. بابا یه پیرزن بدبخت 70-80 ساله است، وزارتیش میکنین، اطلاعاتیش میکنین، من فلانش میکنین، اینی میکنم، اون هزار تا چیز چسبونین بهش. حالا خانواده های دیگه، بابا طرف خواهرش اومده به خدا نمیدونی مسئول رجبی چی شده میگفت در تو با خانواده های اونا که زنای جوان توشون بودن. کسافتکاری میگم، کسافتکاری خودش رو نمیکرد اینجوری مردم میخواست آبرو بقیه رو ببره. حالا بگذاریم. خب اگه واقعا راست میگه چرا نگفت غلامرضا شکری یک سال قبل از اینکه بیاد آلبانی نامه گذاشت جلو دستتون گفتم من ظرفیت اینجوری نمیتونم، ظرفیت کشیدن این تشکیلات رو دیگه ندارم، من میخوام برم، منو بفرستین برم. بعد از نشست احمد واقف تو سالن اجتماعات لیبرتی بود، اومدم گذاشتم رو میز گفتم من ظرفیت چنین چیزی رو دیگه ندارم، دیگه حال و حوصله این حرفا رو ندارم، این نامه منو بفرستین برم، اشکال ندارم برم بیرون کشته بشم. مگه فرمانده های دیگه من اصلا نگه نشدم باید صحبت کردن نه داریم مسئله حل میکنیم، داریم فلان میکنیم، خوب نیست از اینجا بری، این چه حرفی نوشتی، مگه تو تعهد ندادی، مگه تو فلان نیستی، الان 26-27 سال توی این سازمانی، این همه رفیقات کشته شدن، این همه فلان شدن. خب میان رو مسئله عاطفی آدم، چرا آقای فلانی که میاد مصاحبه میکنه در تو با من میگه مزدور شکری ده بار رفته پیش آمریکایی بشه، چه ده ها بار کجا بود؟ سه بار آمریکایی بود، چهار بار کمیساریا بود، دو بارم که صلیب سرخ خودتون صدا من صدا کردین که نامه به هم دادید، یک فکس مادرم بود، یه نامه مال برادرم بود، خب بقیه نامه ها رو به هم ندادید، تمام شد. حالا دیگه چرا دروغ میگین؟ چرا واقعیت رو نمیبینی؟ سازمان مجاهدین که فکر میکنی آقای جهانی، نه از اون بالا انداختیمت پایین، الان داری دست پا میزنی، از اون بالا افتادی تو لجن گیر کردی، نمیدونی چی کار بکنی، کنار مرزهای ایران بودی هیچ غلطی نکردی، الان اومدی تو آلبانی میخوای غلط بکنی، پلی به سوی تهران میخوای بزنی، از اینجا تا اونجا میتونی پل بزنی، تا میتونی پل بزن با دروغت پنجو پل بزن تا برسونی مرکز تهران، اوکی؟ آخه من درخواست کردم، درخواست خروج دادم، چرا نفرستادی؟ چرا نشستی زیر پام دوباره؟ چرا آوردی آلبانی؟ تو آلبانی می‌خواستی منو بیچاره بکنی، ولی بیچاره‌ت می‌کنم. این موضوع اون ده‌ها باری بود که آقای سروی گفته بودن. واقعیت ما بارها هم گفتیم، من هیچی برای دست دادن ندارم، ولی مجاهدین این فرقه رجوی و رجوی و مریم رجوی دارن، از دست میدن، به خاطر همینه تا دینش دارن میسونن. ممنونم از شما. بله دوستان، سوالاتی که کردن خیلی هاشون شبیه به هم هست و اونایی هست که شما پاسخ دادید. اگر برنامه رو از اول ندیدن میتونن یکی دو ساعت دیگه روی آرشیو یوتیوب قرار میگیره و روی فیسبوک هم ما این برنامه رو ور نمیداریم تا زمانی که خود فیسبوک اجازه بده اونجا هستن. بارها گفتم درست برعکس سازمان مجاهدین که هر روزی که یه دروغشون معلوم میشه در اون رابطه حرف و برنامه شون رو ور میدارن، عوض میکنن، سعی میکنن نابودش کنن، ما هرچی گفتیم اینجا هست به شهادت و گواهی خود دوستان. سوال میکنن باز در رابطه با همون کشتار به اصطلاح اشرف، میگن که چرا بیشتر کشته شده ها از نفرات مسئله دار و معترضینی بود که میخواستن از این سازمان جدا شوند؟ آیا این یک تر بود که آنها را به کشتن بدهند؟ نظر شما چیه؟ شهریور که اگه بخوام بگم، خب ده شهریور برای ما کاملا مسجل همچین چیزی پیش میاد. چرا میگم مسجل بود؟ من بازم برمیگردم به حرف خود رجوی ملعون اشاره میکنم، به این خواهر اشاره میکنم. درست یک ماه قبل از این که یک ماه یا دو ماه قبلش بود، یه نشست خودش بود داشت صحبت میکرد، بحث موشکباران لیبرتی بود که چرا این همه آدم تو لیبرتی هست
میاد موشک تک توپ میزنه، موشک باران فلان. بابا 100 نفر تو اشرف داریم کاری به کارشون نداری، 100 نفر اونها خود راحت میتونن برن بکشن. نگاه کن، من که بچه نیستم، شما که بچه نیستین، حرف داره درست حسابی زده میشه. منصور عجبی مختصات میداد، خودش مختصات میداد. یعنی میگم نگاه کن بابا جان، لیبرتی که آدما زیادن، پناهگاه دارن، فلان دارن، فلان دارن. بابا اون 100 نفر که اونجا کسی چیزی نداره، اونو چیزی ندارن که میتونین برین اونا رو هم بکشین. نقطه مختصات خودش رجبی بود بهشون داد. یا دستگاه خودش یا دستگاه دیگه. قاره آدم های مسئله دار زیاد بودن تو اونا. مسئله دار که میگم، حالا چرا اسمی از اون 7 نفر نمیاره؟ اونا مسئله دار نبودن؟ چرا اسمی از اونا نمیاره؟ حتی عکساشونم که توی ده شهریور توی چیز گذاشتن، اومدن نمیدونم براشون سال دیگه داشتن سالگرد ده شهریور میگرفتن، عکسای اونا لابلای عکسای دیگه بود تو موزهی که داشتن درست میکردن. چرا مژگان پارسایی اومد گفت بچه این عکسا رو ورش دارید، اینا رو جمعش بکنید، این عکسا به درد نمیخوره، ورش دارید. خب گفتیم باشه عکس دیگهش از اون 7 نفر بیاریم بذاریم دیگه. چرا نیاوردن؟ مسئله دار همینه دیگه. مسئول رجبی مسئله دار شده بود سر اونا. خب چی شد؟ خب چرا بعد هیچی نگفتی از اونا؟ فقط گفتی که بردن شکنجهشون کردن کشتنشون؟ نه، چجوری تو با خبر شدی بردن شکنجه کردن کشتنشون؟ تو دولت عراق جدید عراق هم نفوذ داشتی؟ ما بعدها فهمیدیم چیه بابا. تمام این چیزایی که اطلاعیه که میخونه میاد تو نشست به قول معروف قنباز در میکنه، آره ما تو خود دستگاه رژیم ایران میدونم سوراخ کردیم، میدونم نفر داریم عضو شورای ملی مقاومت داریم اون تو که خودمون مخفیش کردیم فلان کردیم. تمام کشک و پوشاله. اطلاعات جمع کردن مگه چجوریه؟ 4 تا خبر از اون، 4 تا خبر از اون، 4 تا خبر از تو رادیو، 4 تا خبر از نمیدونم تو تلفن فلان، اینا رو همه رو سرجمع بکن، رفت به هم بده، تحلیلش بکن، میشه یه اطلاعات. از اون ور میگه ما در سازمان‌های آخونده به اصطلاح نفوذ کردیم، از این ور چپ و راست به هر کسی جدا میشه میگه اینها نفوذی ها در سازمان ما بودن، هر کدوم هم 20 سال و 30 سال اینجا بودن. آقای حاجری میگه که در جنگ جهانی دوم گوبلز در دروغگویی معروف بود و این گفته بود که دروغ ها رو انقدر بزرگ کنید که همه باور کنن. رجبی در رابطه با بیرون از فرقه چنان دروغ میگفت که همه باور داشتن. خانم زهرا معینی هم به شما سلام میکنم، منم به ایشون سلام میکنم. آقای مصطفی محمدی هم خسته نباشید میگن. برای هر دوی این دوستان و عزیزان آرزوی سالی بهتر میکنم در کنار خانوادهشون. و آقای کرمی نوشتن آقای داراوی دلیل نامگذاری پادگان مجاهدین به اسم اشرف این بود که اشرف ربیعی زن اول مسعود رجبی بود که در سال 1368 مسعود رجبی زن و بچه را در ایران گذاشت فرار کرد و فرانسه و زن وی رفت فرانسه، زن وی کشته شد، به همین دلیل اسم این پادگان را اشرف گذاشتند. البته همون موقع هم تو ایران میگفتن خب کسی که اینجوری به قول شما با یک هواپیمای به اون بزرگی 130، یعنی ایشون نمیخواست از کوه بالا بره نه سوار قاطر بشه از مرز فرار کنه، هواپیمای 130 یکی از بزرگترین هواپیمای حمل و نقل ارتشی است و وقتی که به همراه آقای بنی صدر میخواست بره و با اون معزی اگه اشتباه نکنم خلبان معزی اینها، بله همه میگفتن چطور ایشون زنش و بچه خردسالش رو گذاشت که ما دیدیم به صورت به اصطلاح زنده و اخبار نشون میدادن که چجوری اونها رو به اصطلاح همسرش و دوستانشون از بین رفتن و بچه هم اسیر آقای لاجکی بود نمیدونم یادم نمیاد، بله لاجوردی بود، بعد دادنش به خانواده اینها. در صورت اینا همه سوالات بزرگی است که ای کاش یه روزی سازمان مجاهدین مسئولیت
جوابگویی رو قبول کنه و بیاد اینها رو جواب بده و پاسخ بده. البته بارها من شنیدم که گفتن که اینها فقط به خدا جواب میدن. فکر کنم اگه یه روزی هم خدا رو ببینن به خدا میگن شما برو بگو بزرگترت بیاد، ما به شما هم جواب نمیدیم. اصلا ممنون و متشکرم. بله دوستان، باز اگر سوالی دارین چه در حین برنامه زنده امروز که به اصطلاح 19 فروردین هست بود و چه روزهایی که این برنامه تکرار میشه، میتونید سوالاتتون رو به کانون آوا با آوا خط فاصله association.com روی فیسبوکشون با آقای کرمی با دوستان دیگه تماس بگیرید، با تلویزیون مردم، و سوالات شما در برنامه های آینده پاسخ داده خواهد شد. سوالاتی که اینجا هست گفتم تکراریه، شما پاسخ دادید. مثلا همون چرا علارغم اینکه عراقی ها بارها هشدار دادن، حتی با بلنگو اخطار دادن، اما فرمانده فرقه توجهی نکرد؟ چرا سرار سازمان به خصوص مسعود رجبی که آن زمان زنده بود از درگیری و به کشته دادن نفرات استقبال میکردن؟ که این رو من به وضوح خودم اینجا دیدم، چون من اون موقع براشون فیلم برداری میکردم و وقتی که اینجا در هتل این عکس اونهایی رو که کشته شده بودن چند سال پیش گذاشته بودن، دیدم که اینها از عکس نفرات بیشتر میتونن استفاده کنن تا حضور زنده اون به اصطلاح عضو. و اونجا بود که من فکر کردم که این سازمان بیشتر دنبال شهید سازی هست تا اینکه ایرانی آزاد و به اصطلاح افرادی زنده و سالم داشته باشه. من بازم از شما ممنونم، من ساکت میشم. اگه شما صحبتی دارید بفرمایید. و از شما باز هم پرسیدن که اگر پیشنهادی دارید یا صحبتی دارید به اونهایی که هنوز در سازمان هستند، چون شنیده میشه که این برنامه ها رو به وسایل مختلف به طرق مختلف میبینن، پیام شما به اون دوستان چی هست؟ مخصوصا وقتی که اونها از خارج اینقدر تبلیغ بد انجام میدن، شما واقعیت رو چه دیدید؟ برای اونها بفرم. من قبلش اشاره کنم به این موضوع ده شهریور، تا یک نقطه گفتم این موضوع ده شهریور یه جای ببندم. سر ده شهریور که من گفتم خب موضوع اصلی خود رجوی بود که همچین مختصاتی داد و اون بلاها به سرشون اومد. خب اون تعداد کشته شدن، اون تعداد هم اومدن، اون تعدادی هم که زنده برگشتن، واقعیت اینه که نمیتونن هیچ حرفی بزنن. اگه حرف بزنن نمونهش چی میشه؟ مثل همون نفری چیز بود که کشتنش، اینجا خفش کردن تو اون دریاچهه که الان اسمش یادم رفته، بچه جنوب. بله بله خب نمونهش اون میشه. به چه بهایی؟ به بهای زنده موندن و در خفت و خاری موندن مجبور طرف این کارو بکنه که کشته نشه، مفت و مجانی کشته نشه. مالک شرایی، معذرت، اسمش یادم. بله من خواستم بگم اسمشون مالک بود ولی فامیلیش یادم نبود. بله. که شما گفت مالک شرایی. خب این مالک شرایی چی شد؟ بابا جان من که خودم 6-7 سال باش بودم، شناگر ماهر، بچه جنون، اصلا نفر نجات قریب. خب اینم جز یکی از اون نفرات بود. چرا هر وقت من به مالک میرسیدم میدم مالک اون شادابی اون چیز قبلو نداره؟ میگفتم مالک چه، چرا حرف نمیزنی؟ میگفت هیچی نگم بهتره، چون سرم به باد میره. تمام شد رفت کارش، مثل آب خوردن. هیچ شک ندارم مالک اینجا میخواست بکشه بیرون، بردن تو اون دریاچه کنارشون، دریاچه که عمقی نداره، بردن خفش کردن. چجوریه؟ گفتن رفته اونو نجات داده، برگشته بعد خودش خفه شده؟ دروغ دیگه تا چه حد؟ به قول علی که میگه بابا دست گوبرز از پشت بسته مسعود رجوی، این فرقه دست همه رو از پشت بسته توی دروغ، توی دجالگریش، توی بیشرافتیش. تا کی میخواد ادامه بده دیگه؟ واقعا ما حرف دیگه نمیزنیم، ولی دیگه ما که اون تو بزرگ شدیم، ما که میفهمیم چی هستی.
ته شهریور تهش واقعیتش اینه نمونهش مالکه، به خاطر همین اون تعداد قوم تو موندن برای همین گیر کردن. کاری به مریم اکبریش ندارم که اونم اگه اونم خودشو می آورد بیرون تو اون سوراخ ها قایم نمی شد این بر برنی اونم حقا صعب نیست می شد. خب ولی اون یکم زرنگتر از این حرف هست، رفته اینجا خودشو مخفی کرده مثل بقیه. مسعود رجبی هر حتی تو همین آلبانی هم دستش بیفته خیلی ها رو به کشتن میده، تو همین آلبانی. خب هنوز هیچی نشده، دور تا دور خودش حصار کشیده با 4 حلقه حفاظتی. خیابون میری سیکرتی دیگه، نمیدونم فلانجا میری جلو درشون اینجا، فلانجا نمیدونم ایسو بازرسی باشه، بابا چه خبره؟ عراق که نیست، اینجا آلبانیه، تو کشور اروپا، درست جزء اتحادیه اروپا نیست ولی کشور اروپاییه. حالا چیه؟ ایران یه سفارتی تو این آلبانی داره، چی شده؟ من چند وقت پیش به یکی گفت برگشت بودم، خب در این سفارت رو بگیریم ببندیم دیگه، هی را برای دنبال این آدم و دنبال اون آدم و دنبال این میگردیم دنبال اون میگردیم، چه خبرتونه؟ خیال ما هم راحت به خودتون که هیچ کاری نمیکنیم برای آدم ها. یکی دیگه که داره یک کاری انجام میده برای آدم چیکار داریم؟ اگه واقعا راست میگین پول آدم ها رو از مجاهدین بگیریم بیاریم بدیم، اگه واقعا زورتون بهشون میرسه دولتتون میتونه این کار رو کنه، بریم پول بگیریم بیاریم بدیم که طرف زندگی خودشو بکنه. این همه دروغ، این همه بدبختی، این همه مار زدن ها پشت سر آدم ها نباشه. اون طرف مونده بود دیگه چی میگه؟ خب والا راست میگه، ما یه قراردادی با این فرقه بستیم خودمونم توش گیر کردیم، تمام شد رفت کنش. آقای شکری، آقای کرمی نوشتن که این قانون نانوشته فرقه رجبی است، از کشته شده ها سو استفاده کنند، چون افراد زنده می توانند زبان باز کنند، تکذیب کنند، اما فرد کشته شده دیگر وجود ندارد و دلیل دیگر دوست داشتن مرده ها را برای اینکه آلبوم های مرده ها را به عنوان سند بخواهند به اربابان و چند تا نقطه تحویل بدهند. آقای بیدی میگه مالک به نام کوسه آبهای خروشان معروف بود. مالک یکی از بازماندگان کشتار ده شهریور بود که شاهد زنده کشتار رجبی بود. مالک در قرنطینه به مدت چند ماه بود و قصد خروج از سازمان رو داشته، ولی از آنجایی که مالک جعبه سیاه کشتار ده شهریور توسط رجبی بود، به دست رجبی حاکم مرگش را صادر کرد. جعبه سیاه، اشاره به هواپیماها، معمولا جعبه سیاهی دارن که تمام اطلاعات داخلشه. خانم معینی هم نوشتن که رجبی اصلا عاطفه ندارد، حتی در رابطه با زنش و پسرش وقتی که اون ماجرای حمله به اون خانه تیمی و اینها شد گفته بود که چرا اون اسدالله لاجوردی پسر 6 ماهش یا چند ماهش رو نکشته. آقای حاجری نوشتن که آقای صبحی امروز باید یاد کنیم از علیرضا طاهرلو که به دستور فرماندهان فرقه رجبی در شمال شرق اشرف معروف به C1 با ریختن بنزین خودش را با آتش کشید. لعنت به این فرقه که به این شکل از احساسات اینها استفاده کرده و میکنه. من از یک هایی که دوستان ممنونم، از شما هم ممنونم که برخلاف بعضی از آنهایی که جدا شدن گفتن ما به اندازه کافی عمرمون رو تلف کردیم حالا بریم دنبال زندگی جدید، شما گفتید که ما بیایم و بگیم برای دیگران تا بفهمن در این سازمان چه گذشته و چه میگذره و مثل ما فریب حرفهای شیرین یا این در باغ سبز رو نخورن. باز من ساکت میشم، اگر موضوعی هست بفرمایید، اگر دوستان هم سوالی دارن از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل، از طریق پیام یا تکس یا پیامهای صوتی برای تلویزیون مردم یا برای کانون آوا ارسال کنن تا دوستان بتونن با هم در تماس باشن و در برنامه های آینده پاسخگو باشن. بفرمایید آقای شکر. یک نکته شما گفتین در ارتباط با پیام به دوستانمون،
حالا من میخوام این نکته بگم در رابطه با همه دوستان ما، که شما هم یه اشاره کردین. واقعیت امر اینه که خب خیلی ها بیرون اومدن، خیلی از دوستای ما بیرون اومدن، ولی لب باز نکردن. اگه بخوایم در حقیقت با هر کدوم از این بچه ها اینه که جدا شدن صحبت بکنیم، شاید بگم اقرار نمی‌کنم، شاید 5 یا 6 کتاب بتونه بنویسه، 5 یا 6 کتاب بتونه بنویسه از بدبختی و بیچارگیه که کشیدم از دست این فرده. هنوزم که هنوزه بلکن نیست، فکر میکنه قیوم همه نفراتیه که حتی اونی که 1 سال توشون بوده، تا چه برسه مثلا بعد یا 30 سال، مثلا من 27 و 28 سال یک همچین ذهنیت گند کثیفی داره که چون که دست به دامن آمریکا شده، دست به دامن عربستان شده، دست به دامن اسرائیل شده، باید مردم ایران کامل بفروشه. نه، از این خبران نیست. من فقط میخوام از این دوستانی که واقعا تا حالا لب باز نکردن بیان لب باز کنن، بیان 4 خط بنویسن، حتی تو فیسبوک خودشون از وضعیت خودشون اون تو که بودن بنویسن. باشه، اونی که من درک میکنم اونی که اینجاست نمیتونه این کارو بکنه، چون داره پول میگیره، داره خرج مخارجش رو چیز میکنه. من الان خب خیلی هم میدونن من بارها رفتم سر کار، الان هم سر کارم دارم کار میکنم، کارم با این زندگی با این کارم دارم پیش میرم، پول خوبی هم دارم میگیرم تو کار، مشکلی هم ندارم، همه هم میدونم. تو کارتونسازی رفتم کار کردم تو شهر دورس، تو دریا رفتم تو قایق تو کشتی کار کردم چندین ماه، بعد دوباره برگشتم اینجا، چون تو زمستون کار دیگه میخوابه، کار کشتی میخوابه، زیاد نمیشه دریا رفت. بعد اومدم اینجا کار آهنگری رفتم کار کردم، مکانیکی کار کردم، الان تو یه کار دیگه هم کار آهنگری جوشکاری اینجور چیز هست، دارم زندگیمو میکنم، زندگیمو میچرخونم، ولی حرفمو میزنم. منت فرقه رو نمیکشم، منت مریم رجوی و مسعود رجوی بیشرف رو نمیکشم. کسی که کسافتکاری ترین موضوع رو تو انقلاب پاک مریم رهایی رو انداخت توی اشرف و لیبرتی، هیچ وقت یادم نمیده توی قرارگاه بعدش کسافتکاری کردم، به بهانه A77 ما رو فرستادن تو بیابون، همه زنها رو جمع کرد تو اشرف و تو قرارگاه بعدی که مزخرف بازی عقد و عقدکشی رو برای خودش در بیاره. اینا کسافتکاری مسعود رجویه یا هر جای دیگه. پس خواهشن اونایی که میتونن بیان لب باز کنن بگن، از هیچی نترسیم، چون چیزی برای دست دادن نداریم. من بارها هم گفتم، الانم میگم، هر جای دیگه باشه میگم، هیچی برای دست دادن ندارم، سینه سپر میکنم مجاهدین بهم بزنم، بعد بفهمن با کی طرفم. خودشون خوب منو میشناسن، واقعا میگم آقای سوربی کاملا منو میشناسن، خودشون خوب میدونن من چه کارایی که نمیشد اونا بهش میگفتن نشد، ولی من میرفتم انجام میدادم براشون. هنوز موندن، هنوزم باور نمیکنن که شکری یک روزی وای میسه رو درمش، هنوز تو مخیله مریم رجوی نمیگنجه. از خواهشان دوستان بیاین کمک بکنین، دست به دست هم بدیم، میریم چیکار کنیم. و اونایی هم که داخلن، خب برای من مسلمه، اونی که صدا هم میشنوه، اونی که از طریق دوستای دیگرش میشنوه میفهمه، خواهشان بیاین بیرون، بیاین تو دنیای آزاد ببینین چه خبره. دنیای آزاد همه چی رو بهتون میگه، وقتی که تو فقط توی
مناسبات رجلی باید فقط تلویزیونشون رو نگاه بکنی، فیلم سینمای اونا رو نگاه بکنی؟ یعنی چی؟ سکت یعنی چی؟ فرقه یعنی چی؟ همین هاست. پایه‌گذاری فکر سکت و فرقه همینه. اول وقتی من نمیستم سی این نگاه کنم، نمیستم این چیز دیگه نگاه بکنم، شما خود مسئول رجلی میگو بری اینترنت تو گوگل، بعد ذهنت باز بشه. ذهنت سر کی باز بشه؟ سر مسئول رجلی و رجلی باز بشه. و همینه. پس خواهشن دوستان، تا اونجایی که میتونین هر چه زودتر بیرون بیه، بکشین بیرون، جواب نداره. عمرتون رو برباد میدین، خمالت رو منتظرن، به خصوص مادرهایی که منتظرن. واقعا یه سری مادرها مریضن، یه سری پدرها سکته کردن. چند روز پیش دیدم پدر بهشتی تو سی سی یوه، همین که برادرش کشته شد، یه برادر دیگه شمون توه. مادرش پوکی استخون داره، هر بار میبرنش بیمارستان یه جایش رو درست میکنن، یه جایش میبندن، گچ میگیرن، چیز میکنن که درست پاشه وایس سر پا. ولی بنده خدا دیگه از بس داره دوری این بچهش میشه، یه بچهش که تو 19 فروردین کشته شد، این یکی مونده، این یکی هم که فرقه بلشته میکنه، به بهانه های مختلف با این چیز و با اون چیز سرگرمش میکنه، دوچرخه میخره، فلان میخره، این تلفن، اون تلفن، اینم تلفن کوچیک شهری براشون میگیره، میخوان چیکار بکنن؟ به مادر زنگ بزنه، به خواهر زنگ بزنه. به خدا فرقه کاری کرده پدر مادرها دیگه، مثلا آخرشون. چند وقت پیش شنیدم پدر محسن حسن کاویار فوت کرد، خدا رحمتش کنه. خب محسن حسن کاویار خبر داره، زمانی که مادرش فوت کرد خبر داشت. مال خیلی دیگه، مادر یکی از دوستان شما توی آلبانی دیدم فوت شده، بعد مراسمی براش گذاشته بودن. آقای شکری، آقای رزاقی میگه شاید خیلی ها باور نکنن، سران فرقه دستشویی رفتن اعضا رو هم کنترل میکنن که نفر چند بار رفت توالت، چند دقیقه اونجا موند. بعد آقای کرمی نوشتن که انقلاب مریم یعنی کثافت بازی و کثافت کاری سران فرقه و فرمانده ها را ارشد بود. ایشون اضافه کرده که اعضای جدا شده چیزی برای باختن ندارند، چون زندگی خودشان را 30 سال یا 40 سال پیش باختن و ترسی ندارند. هر آنچه شاهد بودن و دیدن را باید بیان و بگن. ضمناً ایشون گفته که فرقه رجوی اونقدر عقب مانده بود که فیلم‌های سینمایی جمهوری اسلامی رو هم سانسور می‌کرد. به قول یکی از بچه‌ها میگفت ما بالاخره نفهمیدیم این تایتانیک زن بود یا مرد. این هم از این ماجرا. یه واقعیتیه، حتی فوتبال ایرانو، فوتبال مثلا ایران با یک کشور اروپایی نمیذاشت نگاه بکنیم. فوتبال های جام جهانی رو با سانسور نشون ما میداد. بابا به خدا من شاهد بودم تو سالون نشسته بودیم، فوتبال جام جهانی قبلی رو نشسته بودیم، همین که چی میگن اول برنامه شروع شد یه خانمی بود میخواست یه ترانه بخونه، همین که این اومد رو سن قطع شد، یک ساعت دو ساعت دیگه اصلا همه کلافه شده بودن، سالون رو ترک کردیم. گفتیم آقا نخواستیم یه برنامه میخواییم برای ما بزنیم دقمت بکنیم، چیه یه خانم میخواد بیاد اون بالا نمیدونم وزنش هر چی میخواد باشه دیگه، ما انقدر بی اراده ایم که نمیتونیم جلو خودمونو بگیریم. میخواییم یه ترانه میخواد بخونه بره. والا به خدا میگم یه چیزایی سانسور میشد، مثلا یه فیلم برای ما میذاشتن، فیلمی که الان من دارم نگاه میکنم 2 ساعت و 45 دقیقه تا 3 ساعت، فیلم 1 ساعت و نیمه، یک دفعه میدی اصلا عزیبا بفید سر رو میداخت پایین، یه دو تا تخم بخوره بولن میره فیلم یه جای دیگه هست، از کجا پرید بوده، این موضوع چی شد، اصلا نمیتونستی دنبال بکنی. و الان داری میبینی بابا جان فیلم 2 ساعت و 45 دقیقه 3 ساعت بوده، کردش 1 ساعت و نیم، ببین چقدر ازش هی تو قطع کرد.
خب فرقه همینه. میخواستن شما خسته نشین، آدم یه جا 3 ساعت بشینه خسته میشه. اون موقع که شما گفتید جنگ به اصطلاح حمله بود و به ما میگفتن برین به اینا نوشابه بدن، یکی از دوستان برای من پیام خصوصی فرستاده بود که آقای سربی من حالا میفهمم که چرا قدیما به شوخی میگفتن در کربوبلا آب نبود پپسی کولا بود. اینم از این. آقای بیدی میگه حتی پخش فوتبال اجازه نمیدادن با پخش گزارشگر ایرانی باشه. بازم از دوستان ممنونم. بله بفرمایید. بفرمایید آقای شکر. وضعیت فرقه همینه. الانم تو آلبانی همین. مثلا ما خب خیلی صحنه میبینیم. نمیخوام مثلا من الان بخوام یه سری صحنه رو بگم، بعد فردا این بدبختا که اون تو هم چی میشن؟ میرن زیر زر. چرا رفتیم فلان کارو کردیم؟ چرا رفتیم این کارو کردیم؟ چرا اون کارو کردیم؟ ما باید حواسمون به گفتارمون در رابطه با اون داخلیا باشه. که من همیشه حواسم هست، دوستامونن بند خدا یه تزاشو خب میاد به خدا قسم میگم نمیدن بهشون اون داخل. خب معلوم طرف میاد بیرون با این وله من اینه میبینم و معلوم نمیده پول بابا جان. خب ما شنیدیم جدن این عید یکی 2000 لک بهشون دادن. خب 2000 لک چی میشه؟ یه چشم به هم بزنی بری در یه کافه و برگردی نصفش رفته، بری یه بستنی بخوری بیای نصفش رفته. حالا اومده چیکار کرده؟ یه کارتای بهشون داده که این کارتا رو چیکار بکنن؟ اینا همون تو استفاده بکنن، بیرون نیام چیزی خرج بکنن. آها مثل زندان، زندان که اونجا بله یه چیزایی بهشون میدن که اونجا خواهد وزن این فرقه دیگه. به قول معروف زدت حقوق بشری ترین نفری که من در طول عمرم دیدم تا این به یکی دیگه میگفت خونخاره. والا به خدا آتیلای خونخار خودشه. آقای شکر هیچ وقت برای شما پیش اومده که وقتی به یه نفر توضیح میدید که مثلا شما در یه فرقه بودید با این شرایط یکم نگاه کنه که مگه میشه؟ چون آقای بیدی نوشتن که آقای سربی در قرن 21 به هر کسی بگیم ما تو فرقه رجبی بودیم به شعور ما شک میکنه و به ما مارک مریخی میزنن. این به اصطلاح دوستان دیگه هم گفتن، فکر کنم آقای رزاقی بود گفت، یه بار گفت که وقتی ما میگیم که در اونجا بودیم سازمان اینجوری بوده با ما اینجوری به اصطلاح عمل میشده و ما موندیم، یه مقداری طرف با یه نگاه مختلف گوناگونی نگاه میکنه. هیچ وقت برای شما همچین چیزی پیش اومده وقتی برای خارجی ها یا برای ایرانی هایی که میبینید حتی تعریف میکنید که بگن مگه میشه همچین چیزی؟ میدونی چی به من میگن؟ من مال آلمانی ها خیلی صحبت میکنم چون با خیلی هاشون دوستم. مخصوصا الان یه شغلی هم دارم که تو کار که میرم هر جا هر محله میرم محلهای مختلف میرم، یعنی در طول روز همش تو شهرم تو محلهای مختلف تیرانا. وقتی باشون صحبت میکنم مثلا میفهمن من ایرانیم، میگن که تو از اون قار اومدی بیرون؟ ببین حالا خانوادم هیچ، فامیلام هیچ، اونا هم روز اول به میگفتن، میگفتن تو شما قارنشین بودیم هیچی نمیدونیم. مثلا من یه حرف ساده که میزنم به میخندن تو همین آلمانی هم. یعنی جدی میگم ببین ما رو چقدر پس بردن این فرقه، چقدر ما به عقب رفتیم. باور بکنین فرقه اینی که از بس مسعود رجوی، مریم رجوی دم از این میزنن کاره، ما پیشتازیم، ما نمیدونم فلانی، ما خیلی چیزا رو میدونیم. 60 سال، درست 60 سال از ایران عقبم. 60 سال از بچه‌ای که الان به دنیا اومده از مردم ایران عقب‌ترن. بچه‌های ایران الان خیلی باهوشن ها. مثلا ما الان تو خانوادهمون داریم بچه‌ی 4 ساله یا 5 ساله با گوشی موبایل مثل چی کار میکنه، همه برنامه‌هاش هم بلده، ولی من نه، بخاطر همین ببینن قار نشین. بله یکی از دوستانم میگو میگو کجا بود که هیچی بلد نیستیم؟ میگو ما اصحاب کهف بودیم، 30 سال با رجوی در غار بودیم. و آقای حجاری میگه که رجوی میگفت رژیم ایران مرتجع، داعش مرتجع،
دول عربی مرتجع هستند از نوع سنی، ولی ارتجاعی ترین در دنیا خود رجوی و سران فرقه بودن. آقای بیدی هم میگه که ارتجاعی ترین مثلا منی که میخوام یک مثال بیارم، تو نشستاش همش قرآن بود، یه مثال میخواست بیاره، نمیدونم در قرآن بازه، بعد اونم با تجزیه تحلیل خودش آقا جان قرآن یه چیز مشخصی گفته، یه حرف مشخصی زده، تو چرا تحلیل خودتو واردش میکنی؟ چرا بعد اینو میچسبونی میگی مثلا فلان آخوند اینه میگه این اصلا درست نیست، نمیدونم فلانی که مرجع تقلیده اینه میگه اصلا. خب جان خب تو هم اگه اینجا خب یه عمامه میذاشی رو سرت دیگه، میامونی میشته آخوند در ما. البته شده بوده، این خانم‌ها وقتی من باشون صحبت میکردم میگفتن که آمده بوده با عبا و عمامه و اینها براشون صحبت میکرده. خانم زهرا ماینی میگه آی سوربی، مردم آلمان و خانواده ها به یک طرف، دختر من به من میگه که مامان مگر همچین چیزی امکان داره. و آقای بیدی میگه این اصحاب کف وقتی از خواب بیدار شدن باور کنید از ما جلوتر بودند که ما از فرقه جدا شدیم. من از یکایی که دوستان ممنونم که با همراه بودنشون باعث میشن که گفته های شما تایید بشه و تأکیدی هست بر اینکه سازمان مجاهدین دیگه اون سازمان قدیمی نبوده و به یک فرقه واقعا تبدیل شده و حالا شماها هستید که میتونید تصمیم بگیرید عضو یک فرقه باشید یا نباشید. بازم از شما ممنونم آقای شکری، اگر صحبتی دارید بفرمایید. قربان شما. والا من هم تمام حرفم در ارتباط با داخل همین بچه‌ای که اون داخلن، انشالله که روزی بتونن تصمیم درست بگیرن، هرچه زودتر دیدارشون چشمشون بره روی خانوادهشون روشن بشه و همچنین خانوادهشون چشمشون روشن بشه، بخصوص پدر مادرها و خواهرها. واقعا من خودم درک میکنم، چون که الان مثلا خیلی از خانواده هستن واقعا دردمندن، پدر عدس رفته، مادر عدس رفته، یه پدر هست بعد همش منتظر بچهشه، بچهشه حتی شده بعضیشون میگن حتی شده یک ثانیه فقط صداشو بشنویم بعد بمیریم دیگه تاشه هست. ببین به این نقطه رسیدن خانواده ها. متاسفانه جامعه بین المللی هم کمیساری عالی پناهندگان بجه که کمک بکنه، نمیدونم سازمان های حقوق بشری بجه که کمک بکنن، بگن ما بدون اینا خانواده هاشون رو ندیدن، 30 سال ندیدن، یه کاری بکنیم دولت آلبانی قبول بکنه خانواده هاشون ببینن. نمیذاره دولت آلبانی. من اولین نفری بودم توی آلبانی، اولین نفری بودم که دعوت نامه فرستادم، کلی هم پول خرج کردم، خانواده هم کلی پول خرج کردن، اومدم تا ترکیه، دولت آلمانی جواب رد داد. این حقوق بشره؟ برای چی جواب رد داد؟ به دلیل فرقه، همدستگی با فرقه. من اشتباهم این بود، روزی که میخواستم نامه رو بفرستم اون زمان پول نداشتم، رفتم دفتر فرقه، درست یه روز مونده بود که حقوقمون بدن، گفتم میخوام یه نامه ارسال بکنم، دیگه پول ندارم. گفت برای چی؟ گفتم دعوتنامه خانواده‌مه. فرقه از روز دوگذاریش افتاد، 2000ش افتاد. مسیر خانواده رو ما با دعوتنامه باز بکنیم، مسیر خانواده های دیگه باز میشه. اومد سری با دولت آلبانی زده بند کرد، با اگه آمریکایی‌ها رو آورد، اگه خانواده های نفرات جدا شده بیاد اینجا، خانواده دیگه هم پاشون باز میشه. ما ها جنگ دنبال جنگ دعوا نیستیم، ما دنبال تروریست نیستیم، فلان بیسم بیسم. تروریست کیه؟ خود همین بیشرف مسعود و مریم رجوی خودشون تروریستن. با این کارشون ما رو محدود کرده، نذاشتن من بعد از 30 سال مادرم رو ببینم، خواهرم رو ببینم، خانواده‌ام رو ببینم. کار تروریستی این نیست که فقط سلاح برداری بزنی ها، کار تروریستی این نیست که فقط بگویی تو تمام جاها همون کاری که دروغایی که توی تلویزیونت میگی، همون حرفایی که توی سایتات میزنی بر علیه نفرات، همون کار تروریستیه، همون حرفای مزخرفی که در رابطه با همه میزنی. اسماعیل وفا یغمایی یکی از شاعرای با
برجسته این مقاومت بود. خب کشید کنار، انقدر بهش بدی بیرا گفتن بعد از اینکه رفت، انقدر حرفا بهش زدن. حالا اونا نه، نفرات دیگه، اون آقای متین دفتری و خانم متین دفتری، خب اینا چی شدن؟ سر همینه هم بازم میگم وقتی که مزخرف میگه، بس این نیست که تروریست فقط کیه؟ اونی که برداره فقط از بین بره. این داره با این سایتاش، با این تلویزیونش که به اسم سیمای آزادی، نه سیمای تروریستیه، سایتای تروریستیه که داری اینجوری آدم ها رو میخوای حذف بکنی، ولی هیچ وقت حذف نمیشن. هیچ وقت نمیتونی خط هیچ چیز رو عوض بکنی، تو فقط میتونی برای اون داخل حرف بزنی، برای بیرون نمیتونی حرف بزنی. فقط میتونی پول خرج بکنی برای آمریکایی‌ها، برای عربستانی‌ها، برای اسرائیلی‌ها. خائن به وطن ماها نیستیم، خائن به وطن تویی که اینجوری تمام وضعیت ایران رو فروختی به ایران، به آمریکا، تمام موضوعات ایران رو، همه هرچی سایت فلان، ایران تکنولوژی زیاد داره، انشالله که پیشرفتم بکنه، به سمت همه چی هم پیشرفت بکنه، ولی تو نمیتونی هیچ کاری بکنی. فقط دست به دست، دست به دست آمریکا و اسرائیل و عربستان و کشورهای دور و بر دیگه همه هم کاملا شناختن. حتی مردم آلبانی هم واقعا میگم، ما مثلا من خودم خیلی با مردم آلبانی صحبت میکنم، با خیلی ها توی کار هر جای میرم، تا میگن چون از قیافم پیداست دیگه، از موستر هم میفهمن. همه هم بگم گفتم گفتم موستر چون که مشکیه، آلبانیایی نیستی، خارجی. تو هر مغازه میرم، هر دختری میبینه، هر پسری میبینه، میگم آره. بلافاصله میگه مجاهدین؟ میگم نه. میگم مجاهدین سکته؟ میگه آره ما میفهمیم سکتن، به خاطر اینکه این چادر و این لباسه که اینا تنشونه، این وضعیتی که اینا دارن، معلومه سکتن. این آخر حرف من بود که گفتم بهتون بگم. انشالله که روز خوب و خوشی داشته باشید و درود به همه خانواده‌ای میفرستم که کماکان دنبال فرزندانشون هستن و ولکن این فرقه نیستن، و ما هم تا اونجا که بتونیم از دستمون بربیاد به خانواده‌های عزیز کمک می‌کنیم. با تشکر، خیلی خیلی ممنون از وقتی که به من دادید آقای سوربی. انشالله که تونسته باشم جواب تمام سوالاتی که داشتین داده باشم. بله، خیلی ممنونم از شما. دوستان عزیز، با آقای غلامرضا شکری بودیم. امیدواریم در این سال جدید امکان دیدار با خانوادهشون و دیگران هم با خانواده هاشون و خبرهای بهتری در آینده داشته باشیم. همون جوری که ایشون هم گفتن، سوالاتی که باقی مونده بود از برنامه قبل خیلی خوب پاسخ دادن، و اگر سوالات دیگه ای هست حتما ارسال کنید تا در برنامه آینده بپرسیم از ایشون. آقا، برای شما بهترین آرزو میکنم. خیلی ممنون که با ما بودید. قربان شما، دست مادر نکنم، خدا حافظ شما. به امید انشالله که خوش باشید. مرسی، خدا نگهدار. شما همینطور. خیلی ممنون. دوستان، اجازه بدید از آقای منوچهر عبدی هم تشکر کنم که ایشون در تهیه این برنامه ها کمک میکنن و این امکانات رو در اختیار دوستان قرار میدن تا بتونن از اینترنت ایشون، کامپیوتر ایشون، به اصطلاح دوربین ایشون استفاده کنن. ممنونم آقای عبدی، و به امید اینکه روزهای بهتری در انتظار همه شما دوستان باشه. از شما دوستانم که با ما بودید ممنون و متشکرم. شما هم میدونید که در تلویزیون مردم اینجا همه میتونن صحبت کنن، شما هم میتونید برنامه خودتون رو داشته باشید، یا شما میتونید برنامه‌هایی رو که مایل هستید و دوست دارید اینجا اسپانسر بشید، حمایت کنید، اون برنامه ها رو پخش کنید. این برنامه تا یکی دو ساعت دیگه به صورت ویدیو بایگانی روی یوتیوب میمونه و به صورت ریران یا بازپخش از تلویزیون مردم پخش میشه تا هفته آینده دوشنبه. روز روزگار بر شما خوش. برنامه تلویزیون مردم رو پی میگیریم. مرسی که با ما بودید.